خب بله، بنابراین خانم های کاترین کوک بریکس و دخترش ایزابل بریکس مایر تست MBTI رو طراحی کردن و این بعد چهارم رو به نظریه یونگ افزودن و همینطور که میبینید بعد برونگرایی درونگرایی راجع به اینه که where you get your energy، چجوری شما انرژی دونه به دست میارید. به انرژی منظور اصلا انرژی فیزیکی نیست، یعنی شارژ بودنتون رو در واقع، آیا از بیرون به دست میارین یا از درون به دست میارید. talk it out دوست دارید حرف بزنید یا think it through دوست دارید که فکر کنید. آره، دومین بود سنسیشنال بودن در مقابل اینتویشنال بودن، که برای اینکه این اینتروورت هم اولش آیه، اینتویشن هم اولش آیه، برای اینکه کد گذاری کنن از ان استفاده میکنن برای، یعنی حرف دوم اینتویشن برای کد گذاری. اینتویشن بود، اینتویشنال ها بیگ پیکچر دارن، تصویر گنده دارن. سنسیشنال ها مشخص و خاص به یه چیزی توجه میکنن. How you take in information، از چگونه اطلاعات کسب میکنی. thinking ها در مقابل feeling ها. How you make decisions، چجوری تصمیم میگیرید. feeling ها بیشتر در واقع تصمیم گیریشون با تأکید روی آدم هاست و مبتنی بر احساساتی که از آدم ها میگیرن، در حالی که thinking ها در واقع تصمیم گیری هاشون لوجیکاله، الگوریتمیکه، اینجوری بگیم. و بالاخره این بعدی که اضافه کردن، بعد جاجینگ در مقابل پرسیوینگ. جاجینگ ها کسایی هستن که جوی آف کلوژر، میل به بستن دارن. پرسیوینگ ها کسانی هستن که جوی آف پروسسینگ، میل به پردازش دارن، میل به گشایش دارن. اینجا وقتی میگیم یه آدمی جاجینگه، یک ورسی از انجیل ترجمه شده که میگن قضاوت نکن، بعد بین ما هم خیلی مد شده، میگی سلام میگه قضاوت نکن، میگم شما اینتروورتید میگه قضاوت دارید میکنی، میگم شما مثلا علت شکستتون در تحصیل این هست که تمرکزتون کمه، attention deficit disorder دارید، باید دارو بخورید، میگه درباره من قضاوت میکنی. اون قضاوت نکن که قضاوت خواهی شد که مال انجیل هست، منظورش اینه که ارزش داوری اخلاقی نکن، یعنی نگو فلانی بد است و لایق جهنم است، فلانی نیک است و لایق بهشت است. ما خیلی وقتا این ادبیات با هم قاطی میکنیم، ادبیات مذهبی رو با ادبیات روانشناسی، ادبیات شبه علمی رو با ادبیات علمی. تو ادبیات شبه علمی مثلا زیاد شما میبینید یک یافته درباره کوارک ها کشف شده است، پس ببین ما انسان ها میتوانیم این گونه زندگی کنیم. بابا اون راجع به کوارک هاست، کوارک ها زیر اتمی هن. ما اصلا با کوارک هیچ نسبتی نداریم. اینکه ما از کوارک تشکیل شدیم به این معنی نیست که خاصیت ما با کوارک یه چیزه. آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، اکسیژن سوزاننده است، آتش میگیره یه جایی با اکسیژن، اما آب بریز رو آتش خاموش میشه. میتونیم بگیم که آب خواص اکسیژن رو داره، ما هم. حالا ببین نسبت آب و اکسیژن چقدر نسبت نزدیکه، ولی خواص آب چقدر با خواص اکسیژن متفاوته، از نظر جرم حجمی، از نظر خواص فیزیکی، از نظر ظرفیت گرمایی، از هر نظر اینا متفاوته. بعد شما یه یافته راجع به ذرات هیگز، اول اسم ذرات هیگز رو که تشکیل دهنده جرم هستن رو میذارن ذرات خدا، اول اینه، اسم ذرات هیگز رو میذارن ذرات خدا، بعد میگن ذرات هیگز ببین اینجوری بودن، پس ما در این زندگی میتوانیم اینجوری زندگی کنیم. بابا خب اون راجب ذرات هیگزه، اون راجب امواج الکترومگنتیکه، اینا با هم دیگه ربطی ندارن. خب به هر حال یه ادبیات مذهبی وجود داره، در اونجا اگر مسیح گفته، به فرضی که مسیحی وجود داشته و به فرضی که کلام مسیح ثبت و ضبط شده، اگر مسیح گفته باشد که قضاوت نکن که قضاوت خواهی شد، راجع به حوزه ارتباط انسان خدا
و حوزه اخلاقیات گفته. حالا شما برای هر کس تشخیص بذارید، بگه افسرده، میگه قضاوت نکن، بگه این مهارت نداره، میگه قضاوت نکن. این اولین غلطه. دوم این که وقتی که در MBTI میگیم یکی جاجینگه، میگن اوه دیدم خیلی قضاوت میکنه. در اصل این جاجینگ بودن به معنی اون قضاوت کردن مسیحی نیست. جاجینگ ها یعنی کسانی که میتوانند نتیجه گیری کنن، میتونن جنبندی کنن، میتونن تصمیم بگیرن. اساسا شما میدونید تصمیم ریشه عربیش چیه؟ سمون بکمون امیون فهم لا یفقهون. سمون یعنی ناشنوا. تصمیم کریست در باب تفعیل، یعنی کر کردن. تصمیم، تصمیم یعنی شما اگه تصمیم بگیری باید یه جای دیگه گوشتو ببندی. دیگه به شما گفتن که مثلا این پسر خوبیه، شغلش اینجوریه، خانوادهش اینجوریان، فلان اینجوریان، بالاخره برای اینکه سفره عقد بشینی آخر یه جایی باید دیگه گوشتو ببندی دیگه، بگی که خب اینا دیتاهایی بود که من گرفتم، پروسسینگ کردم، دیگه الان میخوام بله بگم. اگه قرار باشه که شما همینجوری اطلاعات دریافت کنی که بالاخره هیچ وقت نمیتونی تصمیم بگیری. پس جاجینگا یعنی تصمیم گیرنده های خوبی هستن. بنابراین برای کارهای مدیریتی و رهبری جاجینگا آدم های مناسبی هستن. خلبان، خلبان بخواین استخدام کنید حتما باید جاجینگ باشه. اگر اون خلبان قرار خود پاپ رو هم جابجا کنه، پاپ اونجا اگر بگه گفته قضاوت نکن که قضاوت نکن، هوا ما سقوط میکنه. برای اینکه اون باید در کسری از ثانیه، گاهی اوقات، همیشه نه، تو الان هواپیما اغلب کارها رو اتومات انجام میدن، ولی یک موقعیت های پیش میاد، در این موقعیت بحرانی در کسری از ثانیه باید یه تصمیم بگیره. و فقط یه آدم جاجینگ میتونه بگه دیتاهای موجود اینه، تصمیم تمومش کنه. بالاخره یه دکمه رو یا باید بزنه یا باید نزنه. در نتیجه برای کارهایی مثل مدیریت، مثل تصمیمات مهندسی، خلبانی، اینا جاجینگ ها آدم های خیلی خوبی هستن. پرسیوینگ ها یعنی آدم هایی که دنبال نتیجه نباید باشن، دنبال این باید باشن که از خود فراینده لذت ببرن. مثل اینا هنرمند های خوبی میشن، روانکاو های خوبی میشن. بهتون گفتم روانکاوی دستاورد درمانی زیادی نداره، از خود اکتشاف روان بشر باید لذت ببره. یه آدم جاجینگ جراح خوبی میشه، یه آدم پرسیوینگ روانکاو خوبی میشه. خیلی اشتباهه که یه آدم جاجینگ بیاد روانکاوی، بعد میخواد نتایج درمانی بر روانکاوی سوار کنه، بعد از کاریزما استفاده میکنه برای اینکه آدمها رو متقاعد کنه که تو درمان شدی خودت نمیفهمی. خب درمان نشده که، این میگه من یه پرابلمی داشتم که تو آسانسور میترسم برم، عجب 10 طبقه ساختمون ادارم و من هر روز از پله برم، من 1.5 ساله که آمدم پیش شما هنوز نمیتونم وارد آسانسور بشم، 1.5 سال هر هفته 400,000 تومان دادم، نمیتونم هنوز وارد آسانسور بشم. او از کاریزماش استفاده میکنه برای اینکه اونو متقاعد کنه که تو نمیفهمی، تو خوب شدی، یه صد چیز مهمتری خوب شده، آسانسور مهم نیست، تو از خیلی چیزای مهمتر دیگه الان نمیترسی. خب این آدم اصلا نباید روانکاو میشده. برای روانکاوی آدم پرسیوینگ مثل یونگ خوبه، که به دنبال اهداف درمانی، اهداف مشخص درمانی نیست. در کتاب روانکاوی در قرن 21 خانم دکتر میترا کدیور نوشتن هدف از روانکاوی درمان نیست، هدف از روانکاوی انجام مراحل روانکاوی به بهترین شکل ممکنه. قرار نیست آدم درمان بشه. یا آدم باید روانکاوی رو دوست، از روانکاوی خوشش بیاد، بیاد روانکاوی. یا آدم باید روانکاوی خوشش بیاد، روانکاو بشه. اگر دنبال اهداف درمانی هستیم یعنی جاجینگیم، میخوایم ببندیم، میخوایم دستاوردمون قابل بازه شدن باشه. اونجا اگر قرار روان درمانگر بشیم باید روان درمانگری مبتنی بر مکتب شناختی رفتاری داشته باشیم. خب حالا بر مبنای این اینتویشنال اینا سعی کردن اون 4 بُعد رو صفحه ترسیم کنن. ببین خوشت میاد فریما، این خوبه؟ اینتویشن اکسترا نه 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 یه برده بله 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 چرا بود سال 1956؟ نمیدونم، میدونم که با هم در ارتباط بودن ولی اینو نمیدونم که آیا
آخر یون گفت بله. یون معمولا کسی نبود که بگه نه، چون اصلا شخصیت جاجینگ نبود. معمولا وقتی یه چیزی میگفتن میگفت اینم جالبه. شنیدیم همشهری ما رفته بود کنگره اختراعات و اقتصاد بود، نه نشنیدیم؟ آخه من یه رگ کرمونی هم دارم. کرمونی رفته بود سمینار تازه های اقتصاد و اینا، بعد یه دون از این حلبی ها، حلبی نفت های قدیمی بود، مکعب مستطیل بود، یه دونه از اونا رو با یه بندی به پشتش بسته بود، آمد اونجا پرزانته کنه. خودش گفت یه تینو بر میداری، اینا رو میگن تین، تینو آخرش، یه تینو بر میداری، یه تنابو بهش میبندی، میبندی به پشتت، یه سوراخو میکنی، یه فتیلو میکنی توش، هر وقت میخوای سیگار رو روشن کنی یه کبریتی میزگی، یه کبریتوی میکشی، این فتیلو رو روشن میکنی، بعد برمیگردی سیگارتو باش روشن بکنی. اون هیئت جوری یه مقدار فکر کردن، چون بعضی از حرفا اینقدر حکیمانه است که آدم باید فکر کنه هضمش کنه، بعضی از حرفا اینقدر ابلهانه است که آدم باید فکر کنه هضمش، و بعضی از حرفا خیلی آدم نمیفهمه که به علت حکیمانه بودن نمیفهمی، چه به علت ابلهانه بودن. مشکل اینجاست، یعنی بعضی ها اینقدر ثقیل حرف میزنن که اساساً غیر قابل فهم میشه و نمیفهمیم به کدوم علت. آقای ری شهری که قدیما وزیر اطلاعات بود و الان شهر ریش عبدالعظیم مال ایشونه کلن، در یک خاطرهی میخواست از امام تعریف کنه، میخواست گفت امام خیلی حکیم بودن، ما یه بار پیششون رفتیم گفتیم خیلی اختلاف بین مسئولین زیاد شده، امام یه حرف عجیبی به من زدن، به من گفتن آی ری شهری اختلاف کمش بده زیادش خوبه. من نفهمیدم، ولی انگار آی ری شهری فهمیده بود که این رو به عنوان نمونه از حکمت امام توی تلویزیون مطرح میکن. برحال این همشهری ما وقتی که راجع به سیگاروش و اینا صحبت کرد، این هیئت جوری نفهمیدن، یه کمی فکر کردن شاید این حرف خیلی حکیمانه. یکیشون بالاخره جرأت به خودش داد، گفت که ببخشید نمیشد با همون کبریتوتون که سیگاروتون فتیلو روشن نکنید سیگاروتون روشن کنید. این همجوری ما خیلی فکر کرد، بعدش گفت اینم میشد. حالا یونگ این مدلی بود، پرسیوینگ بود، کرمونی نبود ولی پرسیوینگ بود، و بنابراین اگه چیزی با یونگ مطرح میکردن میگفت نگاه جالبیه، یا میگفت اینم میشد. در نتیجه واقعا نمیتونیم بفهمیم که یونگ این مورد تاییدش بوده یا مورد تاییدش نبوده، ولی اگه از فروید چیزی میپرسیدن اون قاطع میگفت که بله یا نه. برای همین بود که اگر یه آدمی هم به نه اون بله میگفت هم تردش میکرد، میگفت دیگه حاضر فراق و بینی و بینی، دیگه من و تو با هم دیگه نمیتونیم باشیم. خب بالاخره این بعد چهارم هم این داستان هست، و بله آدمای مختلف رو بر مبنای این ماجرا طبقه بندی میکنن. حالا گاهی اوقات شما یه نمودارایی مثل این میبینید که راجع به آدمایی است که مثلا چند دهه است که مردن. خب اینا دیگه در واقع گمانه زنی هست که مثلا راسل INFP بوده، انیشتن مثلا INTP بوده، اینا دیگه گمانه زنی است، چون اساسا تا زمانی که از یه آدم مصاحبه مفصل مبنی بر ارزیابی شخصیت نگیریم و ارزیابی کمی عینی نکنیم، دربارش صحبت کردن یه جور حدس و گمان، هر کس به یه جایی از زندگی نامه طرف ممکنه که تأکید نشون بده. ولی آزمایشاتی که مثلا در سطح وسیع یک پژوهش مبتنی بر در واقع با اسپانسرش ناسا بوده توی آمریکا انجام شده، مثلا توی آمریکا نشون دادن که 70% آدم‌های آمریکایی مثلا سنسیشنالن، 30% اینتویشنالن. بنابراین مثلا نظر آماری میتونیم فکر کنیم در جمعیت آمریکایی اینجوریه. یا مثلا توی خانم‌های آمریکایی حدود 70% فیلینگین، 30% تینکینگین. توی مردهای آمریکایی 60% تینکینگین و 40% فیلینگی هم. بنابراین این تصمیمات مدیریتی رو توی آمریکا اگر بخوان بدن یکی بگیره بر مبنای این دیتا ها، در واقع عقلانی ترینه که بگن مردم تصمیمات رو بگیرن. اگر تنها به این آیتم بخوایم بپردازیم، جنسیت بنابراین دخالت داره و اینا ژنتیکی هست، چون بالاخره در فرهنگ آمریکایی که چند دهه هست آموزش و پرورش برای دختر و پسر انقدر تفاوتی با هم نداره. رسانه هم
حالا اونقدر استقلال و قوی بودن رو داره تبلیغ میکنه، چه برای دختر چه برای پسر. بنابراین این تحقیقات نشون میده که بخش از این ماجرا کاملا ژنتیکیه و میتونه توی نژادهای مختلف فرق کنه، توی عرض کنم که جنسیت‌های مختلف فرق کنه و شاید توی ملت‌های مختلف هم این فرق کنه. به هر حال اینا هیچ کدوم خوب و بد نیستن، ولی کمک میکنن که ما ببینیم کدومشون کجا کاربرد داره و کی به درد کجا میخوره. بر همین مبنا، مثلا بر مبنای تست MBTI، اگر بخوام راجع به شخصیت فروید و یونگ صحبت کنم، فروید شخصیتش بیشتر اکستروورت، اینتویشنال، تینکینگ اورینتد و جاجینگ بود. یونگ بیشتر شخصیتش اینتروورت، اینتویشنال، تینکینگ اورینتد و پرسیوینگ بود. اینکه هر دو تئوریسین‌های بزرگی بودن به خاطری که هر دو انتی بودن، اینتویشنال و تینکینگ اورینتد. ولی اینکه یونگ حرف‌هایی که میزد خیلی براش مهم نبود که دیگران راجبش چی میگن، به خاطر بود که اینتویشنال اینتروورت بود، در حالی که فروید خیلی براش مهم بود متقاعد کردن آدم‌ها و محفل اجتماعی ساخت داشتن، ساختار ایجاد کردن، انجمن زدن، سمینار برگزار کردن، آدم‌ها تاییدش کنن. و بنابراین فروید نسبت به یونگ اکستروورت بود. حالا نسبت به مثلا یکی از ما ممکنه که اینتروورت باشه. و فروید جاجینگ بود، بنابراین راجع به یه چیزی تصمیمات قطعی می‌گرفت. یونگ پرسیوینگ بود، بنابراین راجع به چیزی تصمیمات قطعی نمی‌گرفت. حتی یکی از ویژگی‌های یونگ این بود که حقیقت هم یه چیزی است که ما لاجاجوش باید همیشه معلق باشیم. مثلا یکی از شاگردان یونگ میگه اولین باری که یونگ رو دیدم توی بیمارستان روانپزشکی، یونگ یکی از بیماران رو به من نشون داد، گفت که ایشون توی ماه زندگی میکنه. بیمار روانپریش اسکیزوفرنی بود که اعتقاد داشت که توی ماه زندگی میکنه. گفت یونگ به من گفت که ایشون توی ماه زندگی میکنه. من به یونگ گفتم منظورتون اینه که دچار این هزیانه که داره تو ماه زندگی میکنه؟ یونگ برگشت گفت که نه، من گفتم ایشون توی ماه زندگی میکنه. یعنی منظور یونگ این بود که وقتی کسی احساس میکنه توی ماه زندگی میکنه، پس داره توی ماه زندگی میکنه. خب این با یک تفکر جاجینگ اصلا جور در نمیاد. آقا کسی یا تو ماه زندگی میکنه یا تو ماه زندگی نمیکنه. کسی که اینجاست یعنی تو ماه زندگی نمیکنه. از نظر یونگ ماجرا این بود که مثلا اگه ما وقتی داریم خواب میبینیم، مگه باورمون نیست که دشمن در تعقیبمونه؟ خب الان هم این آدم انگار داره خواب میبینه، در این لحظه اون انگار که داره تو ماه زندگی میکنه. این حتی درباره حقیقت یونگ اینجوری صحبت میکرد. یا مثلا اگه ازش میپرسیدن زندگی بعد از مرگ وجود داره، میگفت که خب چون خیلی از آدمها فکر میکنن زندگی بعد از مرگ وجود داره و این تو زندگیشون تأثیر میذاره، پس تو زندگی اون آدم ها زندگی بعد از مرگ وجود داره. یه سری از آدم ها فکر میکنن که زندگی بعد از مرگ وجود نداره، این باور تو زندگیشون تأثیر میذاره، پس برای اون آدم ها زندگی بعد از مرگ وجود نداره. یعنی خدا وجود داره، میگفت که خب اگه توی ذهن تو وجود داره، پس داره روی تو کار میکنه. حتی ممکنه یه کمپلکس باشه برای تو که اصلا نتونی از فکرت خدا رو خارج بکنی، پس توی زندگی تو وجود داره. اون آدم خدا رو التفاتی بهش نداره، دغدغه‌ای هم باش نداره، نه اینکه انکار میکنه، چون وقتی انکار کنی هم یعنی دغدغه داری باش دیگه، برای اون آدم مثلا اهمیتی نداره، پس تو زندگی اون وجود نداره. یعنی خیلی ذهنی به مسائل نگاه میکرد. نگاه یونگ بیشتر این بود که دنیای ما دنیای ذهنیت‌های ماست. اگر یه چیزی در زندگی من وجود داره، یعنی در زندگی من وجود داره. بنابراین یونگ مثلا در خاطراتش تو قسمت بیمارانش می‌نویسه که یک زن مسن دچار اسکیزوفرنی بود و کرونیک اسکیزوفرنیا بود. در اون زمان هم که داروهای آنتی سایکوتیک هنوز کشف نشده بود که به یک بیماری دارو بدن و بیمارستان مرخص کنن. خیلی از آدم‌ها مثلا 30 سال توی بیمارستان که در واقع بهشون موقع میگفتن آسیلوم، تیمارستان دیگه، هاسپیتال اصلا بهش نمیگفت، 30 سال تو آسیلوم ازشون نگهداری میکردن و هم مراقب بودن که به خودش یا دیگران آسیب نزنه و اینجور چیزا. یک زن مسنی بود که توی این آسیلوم زندگی میکرد و این خانم احساس میکرد که در واقع اعضای بدنش، خدا از طریق اعضای بدنش باش حرف میزنه. مثلا گوششو میبرد نزدیک زانوش، میگفت که الان داره زانوم اینو میگه، اعضای بدنش صدای خدا رو میشنسه. گوشش رو میابرد بقل آرنجش میگه مثلا خدا الان داره اینو میگه. بعد یونگ ازش پرسید خب خدا راجع به من به چی میگه؟ بعد مثلا گوشش رو برد بقل مثلا زانوش رو، گفت که میگه که برای دکتر
کتاب مقدس رو تلاوت کن. بعد یونگ به مدت حالا 3 سال یا 5 سال، من تردید دارم تو کتاب اصل 3 سال یا 5 سال، هفته در میون 1 ساعت وقتش رو میذاشت، میره پیش این زن میشست، این زن براش کتاب مقدس تلاوت میکرد و بعد میگفت خب بعد از 5 سال که این کار برای من کرد، صداها رو دیگه از همه بدنش نمیشنید، از یه طرف بدنش میشنید، پس من میتونم بگم 50% بهبودی، در حالی که فرقی نمی کنه، چون یه بار از اینجا گوش کنید، یه بار از اینجا گوش کنید. این زن تا پایان عمرش به عنوان اسکیزوفرنی تو بیمارستان روانی بود. ولی یونگ، حالا گفتم یونگ یه مقدار طنزم کلن تو حرفاش داره، خیلی وقتا چون ما ترجمه از انگلیسی که ترجمه شده از آلمانی داریم میفهمیم و متن از محاوره دیگه خارج میشه تا به ما برسه، نمیفهمیم کجا داره شوخی میکنه. به هر حال میگه که 50% میتونیم بگیم بهبود پیدا کرده، چون دیگه صداها رو از یه طرف بدنش میشنیم. ولی وقتی که عرض کنم که به هر حال یه پزشک پرکار، یک روان پزشک پرکار، هفته در میون 1 ساعت میره میشه و این خانم براش انجیل رو تلاوت میکنه، یعنی حتی از نظر یونگ یه آدمی که هزیان داره همونقدر باورش قابل احترامه که یه آدمی که داره منطقی فکر میکنه، در حالی که شما اگر در شرایط جاجینگ باشید میگه خب نه اینجوری نیست، برای اینکه اون آدمی که داره درست پروسسینگ میکنه داره به جامعه کمک میکنه، داره دیگران مراقبت میکنه، اون آدمی که داره غلط پروسسینگ میکنه باید 10 نفر مراقبش باشن که خودش از بین نبره، به خودش آسیبی نزنه. ولی از نظر یونگ اینجوری هست و وقتی این خاطره رو برای فروید تعریف میکنه، فروید بهش میگه که یونگ عزیز، گذشته از تمام حرفایی که داری میزنی برای من تعجب آور است که تو چطوری تونستی 5 سال تمام اون موجود ناخوشایند رو تحمل کنی. یه جمله دیگه هم، یه عبارت دیگه هم میگه که خیلی زشته ولی نقل قول اشکالی نداره دیگه، میگه آقای روشری از امام اومد نقل قول کرد، من چرا آره گفته بود که تو چطور تونستی 5 سال تمام اون موجود ماده کریه رو تحمل بکنی. آره خیلی زشته. نمیدونست از این به بعد وقتی من میگم معذرت میخوام بگم یا نگم، میگه نگو، بگی نگو. مطمئنن. بله سوال داشتی. پرسوناس. بله. بعضی از اینا با اون چیزی که ما توی کار می‌بینیم جور در نمیاد. یعنی اگه من بخوام پیشگویی بکنم ممکنه یکی یا دو تا. آره، برای اینکه در واقع در این تست شما از آدم‌ها می‌پرسید راجع به خودشون، در هر پرسشنامه‌ای از آدم‌ها راجع به خودشون می‌پرسید، در حالی که یونگ در تست تداعی کلمات چیکار می‌کرد؟ از آدم‌ها راجع به خودشون نمی‌پرسید، از آدم‌ها واکنش‌هاشون رو در مقابل یک واژه می‌گرفت. در نتیجه اگر به معنی کامل کلمه بخوایم یونگی باشیم، خب باید در واقع از تست‌های فرافکن استفاده بکنیم دیگه. و همین خاطر یونگ خودش هیچ‌وقت همچین ابزارهایی که با قطعیت راجع به آدم‌ها تفسیر انجام بده نمی‌داد. تست فرافکن راجع به آدم‌ها چی میگه؟ راجع به آدم‌ها 10 تا چیز میگه. میگه مثلا این لایه‌اش، حالا ما چجوری تفسیر میکنیم؟ میگیم مثلا اینجاها من یه لایه پرسفونی میبینم، اینجاها به نظرم یه بخش آتنایی وجود داره، به نظرم این بیشتر قویه، اما به نظرم این اینجوریه. یعنی کلی توش اینو اینو این وجود داره، در واقع پرسیوینگه برای اینکه مثلا نگاه یونگی. وقتی که ما میخوایم برای یه کار اجتماعی و کلان این کار رو بکنیم، اون وقت جاجینگ میکنیم. حالا بعدم براتون خواهم گفت که یون میگه که علم زمانی جواب میده به ما که با نمونه های کلان سر کار داشته باشیم، با نمونه های بزرگ. اساسا آمار راجع به نمونه های بزرگه. شما میگید تاس میندازیم، چقدر احتمال داره که 6 بیاد؟ 1/6 احتمال داره 6 بیاد، 1/36 احتمال داره جفت 6 بیاد. ولی من 3 بار پشت هم ممکنه تاس میندازم جفت 6 بیاد، بعد به شما میگم آمار جابجا میشه، میگید نه آمار راجع به نمونه های بزرگه. یونگ هم میگه علم چون مبتنی بر آمار هست، مبتنی بر نمونه های بزرگه. بنابراین اگر شما میخواین 1000 نفر رو قربال کنید، بین اون 1000 نفر 150 نفر رو استخدام کنید، MBTI خیلی خوبه. اما اگر در کار بالینی با 1 نفر دارید کار میکنید، اون وقت بخواید با MBTI بگیرید، ممکنه همون استثناء قاعده ها باشه. در نتیجه توی کار بالینی این میزان جاجینگ بودن به دردمون نمیخوره. بله.
نه لزومن برای اینکه تراپی، شما وقتی میگید تراپی دارین رو چی کار میکنین؟ یه آدمی مهارت های ارتباط با همسرش رو بلد نیست. آه منظورتون روانکاوی است. خب نه، موضوع شادو بیشتر یک موضوع محتوایی است تا یک موضوع کار کردی. یعنی عملیات مغزی با تراپی درمان نمیشه. عملیات مغزی رو اگر میخواین تغییر بدید باید کاگنیتیو ریهابیلیتیشن انجام بدید. یعنی نمیشه آدم بیاد روانکاوی بعد کارکرد مغزیش عوض بشه. محتویات تغییر میکنه. و همیشه هم اینجوری بوده، سال هاست اینجوری داره کار میکنه، ولی بعد از مدت ها که حالا میبینه که آها یه سری عوامل سال، یه سری اجتناب ها، یه سری چیز حالا اینها بوده و حالا این داری شد، حالا انگار که خودش هم انگار جرأت این رو پیدا میکنه که این رو معترف بشه و مثلا بله میتونه اون دیگه اون سری سال ها رو ترسش رو یعنی ابراز بکنه که آره من از بودن تو این محیطا واقعیت اینه که واقعا خوشحال نیستم یا احساس راحتی تو این فضا ها. ببینید اگر که یه همچین تراپی MBTI آدم ها رو عوض بکنه، این نشان دهنده خطا در MBTIه. یعنی معلوم میشه خانم های مایرز و بریگز اون چیزی که یونگ میخواست توضیح بده رو نتونستن بیارن توی تست، برای که اینا قرار کارکردهای مغزی رو نشون بده. یه چیز نورو کاگنیتیوه. این که من بصیرت پیدا میکنم یه چیز نورو کاگنیتیو نیست، یه تغییر مینینگه، یک تغییر نگاهه. نوروکاگنیتیو تغییر نمی کنه. خب نوروکاگنیتیو دو جور تغییر میکنه، یا با دارو یا با نوروکاگنیتیو ریهابیلیتیشن. شما تمرین کنی تمرین کنی تمرین مغزی کنی تمرین مغزی کنی، هی بو کنی بو کنی بو کنی بو کنی، هی با بیو فیدبک پاداش بگیری وقتی درست میتونی تشخیص بدی. اگر MBTI تغییر کنه، یا محدودیت MBTI یا یه بایاسه، یعنی آدم MBTI رو حالا که شناخته، حالا وقتی داره تست میزنه میگه خب این سوال داره فیلینگ رو میسنجه، من اگه این سوال رو جواب بدم یعنی آدم احساسی هستم، آدم منطقی نیستم، و در واقع اون بایاس باعث میشه درست جواب نده چون علاقه داره خودش رو یه جور دیگه نشون بده. ریسپانس ست، خطای آزمونه. اون چیزی که یونگ راجع به تیپولوژی صحبت میکنه راجع به شیوه کار کردن مغزه که یک مسئله نورولوژیکه و در تعامل ژن و تربیت، اون تربیت اولیه محیط تغذیه‌ای مغز در ارتباط با اون شکل گرفته. مثلا شما اگر در زبانی زبان بیاموزید که اون زبان واژه‌های زیادی برای احساس داره اما واژه‌های کمی برای رنگ داره. دکتر دهقانی فکر میکنم پژوهشگر زبان فارسی هستن، مقایسه کردن زبان فارسی رو با زبانهای اروپایی و به این نتیجه رسیدن که زبان فارسی از حیث رنگ زبان به شدت فقیریست. یعنی ما در زبان فارسی بسیاری از رنگها رو براش واژه اصیل نداریم، واژه‌ای که داریم به نسبت دادن اون زبان با یه شیئه، مثل رنگ پرتقالی، رنگ گوجه‌ای، رنگ فیروزه‌ای، در حالی که زبان‌های اروپایی رنگ رو واژه اصیل براش دارن، یعنی رنگ رو به مثابه اینکه این شبیه فلان هست براش واژه ندارن. نتیجه گیری که مثلا میکنه ایشون این هست که یک فارسی زبان کم مغزش برنامه ریزی کمتری میشود برای توجه به رنگ تا یه آدمی که با زبان‌های اروپایی با دنیا مواجهه. از اون طرف قضیه
ما راجع به نسبت‌های فامیلی واژه خیلی بیشتر داریم، مثلا در مقایسه با انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها می‌دونید به پسر عمو، به دختر عمو، به پسر دایی، به دختر دایی، به پسر عمه، به دختر عمه، به پسر خاله و دختر، به همه‌شون میگن کازین. یعنی ما 8 تا واژه داریم، اونا برای همه‌شون یه واژه دارن. حتی عمو و خاله میشن آنت، عمو و دایی میشن آنکل. یعنی انگلیسی‌ها نسبت‌ها براشون ناخواسته ها، یعنی زبان این کار رو میکنه، نه اینکه به انگلیسی بگن اصلا مهم نیست، خاله و عمه فرقی با هم نداره، اون خواهر مامان و خواهر بابا، تو چه کاری راجبشون موضع داشته باشی؟ نه، اصلا به انگلیسی اینجوری آموزش نمیدن. همین که آنت یک کلمه است که برای خاله و عمه به وجود میاد، شما کمتر در یک انگلیسی پیدا میکنید که راجب خاله و عمه احساسات جداگانه داشته باشه. یا راجب ساعت، مثلا انگلیسی‌ها آور دارن، واچ دارن، کلاک دارن، اوکلاک دارن، در حالی که ما چه ساعت مچی، چه ساعت دیواری، چه ساعت به معنی اقترب الساعه، ساعت قیامت نزدیک شد، چه به معنی ساعت چنده، برای همه‌شون یک کلمه ساعت داریم. در نتیجه اون در واقع متخصص زبانشناسی تطبیقی، فکر می‌کنم دکتر دهخانی اگر اشتباه نکنم، نتیجه‌گیری کرده بود که واژه‌ها، کسرت واژه‌ها در یک زبان ادراک افرادی که در اون زبان هستن رو می‌سازه. پس وقتی راجع به تجربه صحبت می‌کنم، منظورم تروما نیست، راجع به تجربه تغذیه‌ای مغز. ژن و تجربه تغذیه‌ای مغز کارکرد مغزی رو تعیین می‌کنه و این انتظار نمی‌رود که با تراپی تغییر زیادی بکنه. تغییرش هم که گفتم تغییر 20%ه، یعنی آدم در اون گراست حالا تمرین می‌کنه، تازه با تمرینات نوروکاگنیتیو ریهابیلیتیشن تمرین میکنه، 20% درون گرایش کمتر میشه، اونم با تمرینات نوروکاگنیتیو. اگر یه آدمی بیاد توی روان درمانی مثلا پویشی و بعد MBTIش تغییر کنه، یا خطا در تسته و یا اینکه این آدم بایاس پیدا کرده، ریسپانس ستش باعث شده که ما، اما اگر تست فرافکنه، یعنی شما تست واچورد میگیرید، تست روشاخ میگیرید، تست TAT میگیرید، اون وقت علل قاعده باید بعد از یک دوره تراپی این تست تغییر بکنه. اگر دوره تراپی شما دوره تراپی روان پویشی است، یعنی دارید موضوعات و تجربه های این آدم رو راجب ماجراها باز مرور میکنید و نگاهش و تفسیرش رو تغییر میدید. بله. نه، ممکنه شدت اینا متفاوت باشه، ولی کارکرد مغز این آدم یه جوره. یعنی این آدم ممکنه که راجع به دوستاش هم جاجینگ باشه، ولی سعی میکنه که اون رو بذاره کنار، نشونش نده. مثلا فرض کنید یه آدم، شما یه آدم بهش میگید که تو چقدر منطقی هستی، این حرفو زد، این حرفو زد، این حرف زد، اصلا عصبانی نشدی؟ در که این آدم خیلی عصبانی شده، یاد گرفته که کنترل کنه خودشو. اگر به این آدم سنجش فیزیولوژیک وصل بود، بعد شما میدید که یه دفعه ضربان قلب و فشار و خون و پاسخ گالوانی که پوستی و ریتم تنفس و اشباع اکسیژن مویرگی و نوار مغزی این آدم 30% تفاوت داشت از سطح پایه. اما اون چیزی که از اون آدم میبینید نهایتا اینه که یه ذره رنگ چهرهش تغییر میکنه، که اگه مثل من سبزه باشه اون یه ذره تغییر رنگ چهرم خودش نشون نمیده. در نتیجه ممکنه این آدم برونده هیجانی نداره، ولی اگه آدمی برونده هیجانی نداره، لزوما به این معنی نیست که این آدم احساس محور نیست. ممکنه آدم احساس محور یاد بگیره که چون تو خیلی احساسات تو تصمیمات تاثیر داره، وقتی که میخوای یه تصمیمی بگیری از یه آدمی مشورت بگیر، از یه شخص سومی نظر بپرس. حالا این آدم خطای تصمیم گیریش کم میشه، اما همچنان این آدم یه آدم احساس محور هست، مگر که تمرینات نوروکاگنیتیو انجام بده. خب ببخشید، یه سوال. چرا با ایگو ما؟ بخش کانشس ایگو. خب حالا اگر بپذیریم که مثلا فروید آدم ENTJ و یونگ آدم INTP، مثلا
یکی از تفسیرهای در واقع یک چشمانداز تفسیری، چشمانداز تفسیری یعنی بخوایم خیلی کلی بگیم، مثلا شخصیت‌های ENTJ این ویژگی رو دارن، مثل فروید Life's Natural Leaders، یعنی فروید این قابلیت رو داشت که بگیم ایشان برای رهبری شایستگی دارن، میتونه یک رهبر کاریزماتیک باشه که حالا این رهبر کاریزماتیک دیگه میتونه جنبه مثبتش مثلا مهاتما گاندی، جنبه منفیش استالین، میتونست این بشه میتونست اون بشه، اون دیگه به نظام اخلاقش برمیگه. در حالی که یونگ به عنوان INTP A Love of Problem Solving، یعنی از خود حل مسئله لذت میبره، برای این 5 سال نقاشی های خودش رو بررسی میکنه، میره نقاشی هاش و رؤیه هاش و کتاب های کیمیاگری بررسی میکنه، با کتاب های سانسکریت بررسی میکنه، با کتاب های چینی بررسی میکنه. یعنی عشق یونگ اینه، عشق فروید اینه و این تفاوت شخصیتی است. چیزی که یونگ در این کتابش در 1921 نوشت این بود که الان به اختلاف نظر خودم و یونگ و فروید و آدلر یک نگاه جدیدی پیدا کردم، متوجه شدم این اختلاف نظرها با خاطر تفاوت کارکردهای روانی ماست و در واقع اون واقعیت بستگی داره که یه واقعیت شما یه چیزی رو وزن کنید بفروشید، یا یه چیزی رو شما حجمش رو بگیرید بفروشید، یا یه چیزی رو بر اساس اینکه موده بفروشید. اینا خیلی متفاوته که چی رو بخرید و چی رو بفروشید. به هر حال این یکی از جنبه‌های کار یونگ بود که جزو جنبه‌های علمی کار یونگ بود. جنبه‌های علمی کار یونگ همین دوتا بود، تست ورد اسوسییشن تست، تست تداعی واژه‌ها و پرسونالیتی تایپس. بیشتر دیگه کارهای یونگ از حوزه علم به مثابه علم پوپری خارج هست. البته پوپر توضیح میده که اگر میگم یه چیزی علم نیست به این معنی نیست که به درد نخور است. به درد بخور بودن یه بحث دیگه است، مفید بودن یه بحث دیگه است، علمی بودن یه بحث دیگه است. خب یونگ به خاطر علاقه که به اسطوره ها پیدا کرده بود با ادبیات و اسطوره شناسی هند ارتباط بسیار خوبی پیدا کرد و همینطور که میبینید در سال 1932، یعنی 11 سال بعد از کتاب سایکولوژیکالی تایپس، کتابی رو نوشت تحت عنوان The Psychology of Kundalini Yoga، روانشناسی کندالینی یوگا. و تحقیقات وسیعی که در زمینه هند یونگ انجام داد باعث شد که 3 تا دانشگاه هند به یونگ دکترای هند شناسی بده، یکی دانشگاه هندوی بنارس، یکی دانشگاه اسلامی الله‌آباد و یکی هم دانشگاه کلکته. و یونگ 2 سفر هم به هند رفت و در هند در این دانشگاه سخنرانی کرد و دکترای هندشناسیش رو گرفت. یا مثلا میگل سرانو که هندشناس بود و سفیر شیلی در هند بود، یک کتاب داره که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان با یونگ و هسه، که با هرمان هسه که کتاب سیزارتا رو نوشته راجع به بودا، و با یونگ که این کتاب سایکولوژی آف کندالینی یوگا رو نوشته مصاحبه کرده و این کتاب به فارسی ترجمه شده. دکتر سیروس شمیسا به فارسی ترجمه کردن با یونگ و هسه. این در واقع نقش مهمی که در هندشناسی یونگ داشت. این کتاب کندالینی یوگا 2 ترجمه به فارسی شده، یکی تحت نام یوگا جلال ستاری به فارسی ترجمه کرده، یکی هم تحت نام روانشناسی و شرق دکتر لطیف صدقیانی به فارسی ترجمه کرده. خب چیزی که یونگ در این کتاب میگه در واقع یوگا رو از حیث اسطوره شناسی مورد مطالعه قرار میده، از حیث اسطوره شناسی تطبیقی و تفسیرهای روانشناسانه راجبش انجام میده. میدونید که در یوگا اعتقاد دارن که پرانا یا انرژی حیات در بدن فرد مثل یک مار در طول چاکراها، مثل یک مار کبرا، چون مار کبرا تو هند زیاده، در نتیجه استعاره هم خواستن بگیرن، یک مار کبرا رو استعاره گرفتن. ما بخوایم استعاره بگیریم بهترین استعاره نیه،
بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. برای ما قابل تجسم تر که بگیم مثل یک لوله هوا که در نیه و از سوراخ های مختلف هوا میاد بیرون و بسته به اینکه از کدوم سوراخ هوا بیاد بیرون آواز نی، آوای نی متفاوت میشه. یونگی ها، هندی ها ما اینو تشبیه کردن به مار. اون پرانا یا انرژی حیات از نظر هندی ها وقتی در درون کالبد مادی در جریان پیدا میکنه، اون وقت به اون میگن کندالینی. این کندالینی از یه سری منافذی بیرون میزنه مثل همون نی، و بسته میگه کدوم منافذ بیرون بزنه در واقع خاصیت های متفاوت پیدا میکنه. راجع به 7 تا چاکرا صحبت کرد. اینو یونگ هم هندی هم میگن چاکرا، چاکرای پایه یا چاکرای خاجی، چاکرای تناسلی، چاکرای نافی یا شبکه خورشیدی، چاکرای قلب، چاکرای گلو، چاکرای پیشانی یا چشم سوم، و چاکرای در واقع فوق سری یا سوپرا سنسورال. خب این حرفایی که از این لحظه به بعد میزنم هیچ ارتباطی با علم نداره در واقع، ولی میخوام ببینیم که یون راجع به این چه چیزایی حرف زده. چون اونها اعتقاد دارن که این پرانا یا حیات چیزیست که اون پرانا وقتی در یک ماده وارد میشه اون ماده زنده میشه. بنابراین فرق درخت با تخت سنگ اینه که در درخت پرانا وجود داره، در تخت سنگ پرانا وجود نداره. این پرانا و انرژی حیات در انسان وقتی که وارد میشه در این کندالینی بر اساس اینکه از کدوم چاکرا بیشتر در جریان باشه خاصیت‌های مختلف پیدا میکنه. مالهوترا چاکرا، سوادهیستانا چاکرا، مانیپورا چاکرا، آناهاتا چاکرا، ویشودهی چاکرا، آجنا چاکرا، سهاسرارا چاکرا، اینا اسمای هندیش هست. و این چاکرا چاکرای تحرک ما، خشونت ما، دفاع از قلمرو ما، تغذیه ما، اینا با این چاکرای پایه خاجی ارتباط داره. و چاکرای تولید مثلی ما، چاکرای جنسی ما که با هر شهوت و اشتیاقی ارتباط داره، نه لزوماً فقط شهوت جنسی، هر چی که ما رو مشتاق میکنه، عاشقمون میکنه، لیبیدو به تعبیر فرویدی. چاکرای نافی یا شبکه خورشیدی یا مانیپورا چاکرا، چاکرای قدرت، اقتدار، اعتماد به نفس به این ارتباط داره، کاریزما به این ارتباط داره. خب این سه تا چاکرای پایینی با زمین ارتباط دارن. خب این خیلی شبیه این هست که توی اسطوره های یونان باستان اولین خدایی که وجود داشت چی بود؟ گایا بود، مادر زمین، که یک خدای ایزدبانو بود، یعنی یک خدای مادین روان بود و آنیمایی بود. حیات از اونجا آغاز شد. بعد گایا خودش رو باردار کرد، بکرزایی کرد. فرزند گایا آنیموسی بود، نرینه بود، پسر زایید. اسم فرزندش بود اورانوس، خدای آسمان. بعد این فرزندش که بعدن دیگه شوهرش رو، چون مرد دیگه گیر نمیمد دیگه، قبلش چیزی نبود، قبلش جهان یک ماده بیشکل بیشساختار بود به اسم کیاس، یعنی آشوب. کیاس تئوری الان تو فیزیک هست، کیاس، آشوب. اول کیاس بود، همه چیز همجور گله هم بود، شهر ما که شلوغ و پلوغه، همه چیز همینجوری گله هم بود و اینا بود. بعد کریستالایز که شد که یک چیز بالاخره از این بی چیز آمد بیرون، یک وجود از این فنا آمد بیرون، اون چیز گایا بود و جنس مادین روان بود. بعد بکرزایی کرد، اورانوس خدای آسمان رو به دنیا آورد که از جنس آنیموسی بود. و بعد اینا دیگه در واقع زن و شوهر شدن و بقیه خدایان از این وصال ایجاد شدن. خب حالا این سه تا چاکرای پایینی ببینید به زمین نزدیکه و با زندگی زمینی ما نزدیکه، خود حیات، شهوت و قدرت. این مثلث بنابراین مثلثی است که پایش روی زمینه. حالا این سه تا
برعکس ستای فوقانی پایه هاشون روی آسمانه. ویشوجهی چاکرا یا چاکرای حلقی، واقعا اینجوری نیست که حلقه کسی رو بگیری چاکرای حلقیشو بگیری، اینا نمادینه، سیمبولیکه، استعاره است. این چاکرا چاکرای کلام هست و در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود، مال تورات. این کلمه اقرأ بسم ربک الذی خلق، این کلمه انگار آغاز خدا به معنای لوگوسی خودش بود، به معنی عقلانی خودش بود. تا اینجا هرچی که هست حیوانی است در درون ما، اینجا یه چیز فراحیوانی اتفاق میفته، کلام. خب هیچ موجود زنده‌ای رو ما نمیشنویم که زبانمند باشد. بعد از این بالاتر فهم چیزهایی بود که در کلام نمی گنجند. حالا من میتونم بهش بگم زبان فلسفی، زبان ریاضی، یعنی زبان انتزاعی، فهم انتزاعی، اینتویشن، کلان الگوها، که این رو توی یوگا تحت عنوان چشم سوم یا در واقع آجنا چاکرا، چشم پیشانی میشناسن، که فرد انگار یه چیزهایی رو کلانتر از مسائل شخصی میبینه. و بعد اون بالا سهاسرارا چاکرا یا چاکرای تاج که به صورت گل صدبرگ اینجا میبینید به صورت نمادین، یعنی در واقع فرد تبدیل به خدا میشه و جاودانه میشه و در این حال نیست میشه، چون به قول عطار، چون شوی در راه حق مرغ تمام، حق بماند تو نمانی و سلام. مثل شمنها که رؤیاشون دیگه ربطی به زندگی شخصیشون نداره، رؤیاشون مربوط به ناخودآگاه جمعی است، اینجا به این نقطه هم که برسید دیگه زندگی شخصی نداری، دیگه تو سخنگوی جمعی، تو دغدغه جمعه. خب این ستا که انگار یک مثلثه که قاعدش بر آسمان هست، انگار با زندگی ذهنی یا فراحسی یا فرامادی ما ارتباط داره. حالا اینجا این چاکرای قلب یا آناهاتا چاکرا، اهمیت احساسیش این هست که پیوندگاه زندگی زیستی ما و زندگی آسمانی ماست. هگل توی فلسفه فکر میکنه که یک ایده کلی در ماده رسوخ کرده تا به خودآگاهی برسه. مارکس میگه من در واقع دیالکتیک هگلی رو پذیرفتم، ولی هرم هگل رو پایش گذاشتم روی زمین. یعنی دقیقا پایه هرم هگل اینه. هگل داره راجبون عقل کلی صحبت میکنه، مارکس میگه بیا راجب نون صحبت کنیم، راجب عدالت اجتماعی صحبت کنیم، راجب سرمایه‌داری صحبت بکنیم، راجب این که شکم گرسنه آیا اصلا به این عقل میتونه برسه یا نمیتونه برسه صحبت کنه. به این معنا وقتی مارکس میگه من هرم یونگ رو هرم هگل رو پذیرفتم، ولی پایه‌هاش رو از آسمون برگردوندم گذاشتم روی زمین، منظورش اینه. حالا اینجا این قلب، بنابراین وقتی راجب چاکرای قلب صحبت میشه، هیچ ارتباطی با بیماری قلبی نداره. بعضی از آدم‌ها که بیزینسمن‌های خیلی خوبی هستن میان از این استفاده میکنن، میگن شما مشکل قلبی داری، بیا چاکرای قلبتو پاکسازی کنم. در حالی که این قلب که اینجا راجبش صحبت میشه یک قلب نمادینه که با تعبیر اسطوره‌شناسی قابل فهمه. اهمیت قلب در اینه که زندگی مادی و زندگی آسمانی رو به هم داره ربط میده، و یه آدمی که بتواند در این حال که از قدرت و شهوت و تغذیه و حیات لذت میبره، در این حال بتواند مفاهیم زبانی رو خوب بفهمه، مفاهیم فرازبانی رو خوب بفهمه. به این معنا این قلب اتصالگاهه. و اینکه در ادبیات عرفانی ما میبینید اینقدر روی قلب تاکید شده، چون ادبیات عرفانی ما در واقع ادبیاتی بود که از یک طرف یک پایش روی ادبیات این بر جغرافی، یه روی ادبیات هندی و ادیان هندی بنا شده، یه پایش هم روی ادبیات نو افلاطونی یونانی بنا شده. بنابراین خیلی از اسطوره های عرفانی ما برگرفته از
فلسفه افلاطونی جهان مسل و بعد فلسفه نو افلاطونیه، خیلی هاشم از فلسفه هندی گرفته شده. به هر حال این داستان کندالینی یوگایی که کتاب یونگ بود و ارتباط اونهاست، این آناهاتا چاکرا بنابراین همینطور که می‌بینید نمادش دو تا مثلث تو در تو هست، مثلثی که پایش روی زمینه، مثلثی که پایش روی آسمانه، و مثلثی که رو به آسمانه، مثلثی که رو به زمینه، یعنی آسمان باید رو به زمین بکنه، زمین باید رو به آسمان کنه، و چاکرای قلب اون جایی است که در واقع این گل دوازده برگ آناهاتا چاکرا اون جایی است که این بخش زمینی و بخش آسمانی ما میتونن پیوند پیدا بکنن. بنابراین اگر رفتید هند دید معابد هند کلی این توشه، نه این صهیونیست‌ها اینجا هم اومدن، ببین پرچم اسرائیل اینجاست، نه این معبد مال 2000 سال پیشه، این چیزایی که اینجا هست هیچ کدوم ربطی به صهیونیسم و بعد عرض کنم داوود نداره. اینها در واقع نشون دهنده دو تا جهانه که در هم فرو رفتن، فلش رو به آسمان، فلش رو به زمین، مثلثی که قاعدش روی زمینه، مثلثی که قاعدش روی آسمانه. بله. فکر کنم صفحه قبل وقتی شما نمایش دادید، خب چاکرا به ترتیب از پایین به بالا بوده، بله. اینجا هم از بالا به پایین. این نمادش توی اون مثلث وقتی که میاد بالاترین نقطه با پایین‌ترین نقطه و نقطه وسط و نقطه وسط اون یه مثلث رو می‌سازن؟ نه. یعنی مثلا ببینید این ببینید اینجا یه مثلثه. اینجا هم یه مثلثه. اینجا اونجایی که دو تا مثلثا رفتن توی هم. یعنی این دایره، یعنی دایره‌ای که اون مثلثای رو به بالا و اون مثلثای رو به پایین رو ببینید. شما الان فرض کنید که این مثلث رو اون مثلث بالا در نظر بگیرید در مقابل هم، این خب. پایین‌ترین نقطه چاکرا بشه و اون بالاترین نقطه چاکرا، خب. به ترتیب این دومین و دومین از پایین بالا بشه، این مثلث کوچولوها رو میگین، اینو اونو اینو من نه، این مثلث و این مثلث رو میگم. آره دیگه اون به لحاظ تصویر ایجاد شده مثلثای کلامی، ما راجع به این دو تا مثلث صحبت میکنیم. آره خب بله، اینا رو که بهتون میدن، کلا این پاورپوینت ها رو بهتون میدن با کیفیت خوب، الان شما عکس بگیرید چیزی ازش در نمیاد. آها کدوم کتاب؟ آها این؟ آره بله. این دوتا مثلث رو میتونیم رحم هم بگیریم؟ رحم و اون یکی چی؟ یکی از سمت بالا داره باربر میشه، یکی از سمت پایین داره باربر. آها دوتا رحم، یه رحم اینجوری یه رحم اینجوری. آره نه راجب رحم نگفته. آره بله، در واقع انگار که شما در اینجا همونها رو میبینید دیگه، انگار یک مثلث یک مثلث دیگه میبینید تو این تصویر ماندالا، میتونید بگید یه مثلث اینجاست یه مثلث دیگه اینجاست که در هم تداره. ببینید اینجا دیگه یونگ داره حرفای اسطوره شناسانه میزنه دیگه، این دیگه ربطی به تراپی اصلا نداره، ربطی به درمان نداره. مثلا این نیست که حالا شما بگید که خب اگر یونگ پس راجع به این چاکراها داره اینجوری صحبت میکنه، پس ما در روان درمانی وقتی یه آدمی میاد چجوری این مانیپوراف چاکراشو فعال کنیم که اعتماد به نفس زیاد پیدا کنه؟ نه، یونگ اصلا راجع به این ماجرا دستاورد درمانی نداره. برای همینه که بابت این کتابش دانشگاه‌های هند بهش دکترای افتخاری هندشناسی میدن، یعنی کمک کرده فرهنگ هندی برای عقل غربی قابل فهم بشه. اصلا اینجوری نیست که از این ماجرا شما یه چیز درمانی در بیارید. بله داشتم میگفتم که آدمای از اینا بیزینسی استفاده میکنن، میگن پرکاری تیروئید داری، این چاکرات مشکل پیدا کرده، در حالی پرکاری تیروئید با متیمازول درمان میشه. من حاضرم روی این ماجرا به اندازه یک بار پر از ویسکی، ودکای، کنیاک، تکیلا شرط بندی کنم، یه بار که شما 50 تا آدمی که بیماری گریوز دارن و پرکاری تیروئیدی دارن بفرستید پیش این خدای اینایی که اینجا رو پاکسازی میکنه، خداشون، یعنی همشون بگن این از همه خدا تر. 50 تا آدمی هم که اینجوری هم بفرستید یه اندوکرینولوژیست بهشون متیمازول بده، اگر جواب نداد یود رادیواکتیو بده. اون 50 تایی که میفرستید پیش اندوکرینولوژیست 49 تاشون درمان میشن،
اون 50 تایی که میفرستید خدای اون کار پاکسازی کنه، یکیشون درمان میشه که اون یکی هم تشخیصش اشتباه بوده. یعنی خود اون آدم ما اعتقاد راسخ نداره. به هر حال اگر بخوایم اینجوری، آره دیگه، خب برای همین میگم این درمان ها درمان غیر اخلاقی است، برای که مسئولیت درمان رو اون کسی که بابت درمان داره، وقت درمانی شما رو میگیره، حتی اگه پولم نگیره داره وقت درمانی شما میگیره، مسئولیت نتیجه درمان به دوش اون نیست. بنابراین اینها چه بیزینس باشه بیزینس غیر اخلاقی است، چه عمل خیریه باشه یه عمل خیریه غیر اخلاقی است. مثل اینکه من مثلا برم به کودک خیابانی یه تراول 5000 تومانی بدم، من دارم کار خیریه میکنم، ولی کار خیریه غیر اخلاقی دارم میکنم، چون بیزینس کودک خیابانی رو ترویج کردن به نفع کودک خیابانی نیست. در نتیجه این درمان ها هم غیر اخلاقی است، هم مبتنی بر شواهد نیست. میخواستم بگم یونگ واقعا از این حرفا اینجور بهره برداری ها رو نمی کنه. یونگ در مقام یک فیلسوف گاهی اوقات حرف میزنه، گاهی در مقام یک اسطوره‌شناس حرف میزنه، گاهی در مقام یک هنرمند داره حرف میزنه، گاهی در مقام یک دانشمند داره که حرف میزنه، گاهی در مقام یک تراپیست داره حرف میزنه. ولی چون این مقام ها از هم تفکیک نشده، ما فکر میکنیم اگر یونگ روان پزشک بوده پس از این کتاب استفاده درمانی کنیم. نه، روان پزشک بودن یونگ یه شعنی بوده، وقتی یونگ نقاشی میکرده داشته نقاشی میکرده. اینجور نیست که روان پزشکی بوده که داره نقاشی میکرده حالا آثار نقاشیش رو فکر کنیم نگاه کنید تراپی میشید. نه، آثار نقاشی یونگ رو نگاه کنید تراپی نمیشید. اما اگر از این فن نگاه کنید که با آدم ها بگید اگر حال خودت رو در نقاشی بیان کنی حال بهتری پیدا میکنی و بهتر خودت رو میتونی بشناسی، این میتونه استفاده درمانی از یونگ باشه. خب این کتاب هم که یونگ نوشته بود این داستان بود. آره، اون وقت بر این مبنا یونگ اومد ادبیات مسیحی رو با یک نگاه شرقی بهش نگاه کرد. گفت توی نگاه شرقی، شرقی که میگم منظورمون هندی در واقع شرق دور، گفت اونجا این نیست که اینا پاکن اینا کثیفن، نه، این هم خداست این هم خداست. در الهیات هلنی هم اینجوری بود، گایا هم خدا بود، اورانوس هم خدا بود، تازه خداها از گایا نسلشون شروع شد. اما در ادبیات یهودی، مسیحی، اسلامی، یعنی ادبیات ادیان خاورمیانه، این ماجرا دچار یک مسئله‌ای شده که انگار هرچی اینجاست مال شیطانه، مادین روانی اساسا مال شیطان دیگه، چون حوا آدم رو به هبوط وادار کرد، میوه ممنوعه رو حوا خون به آدم خوروند، وسوسه از زن شروع میشه و شیطان از طریق زن در مرد نفوذ میکنه. شیطان، زنانگی، تاریکی، اینا همه چیزهایی هستند که زمین، تغذیه، شهوت جنسی، اینا همه چیزهایی هستن که بد دیده میشن. از اون ور قضیه عقل، کلام، منطق مردانه، اینا همه چیزهایی است که، و خدا هم یه تصویر کاملا مردانه داره دیگه، هم یهوه کاملا تصویر مردانه داره. حالا هیچ کس نگفته که یهوه مثلا کروموزومای ایکس ایگرگ داره، تستوسترون داره، نه، هیچ وقت همچین چیزی رو کسی نگفته، ولی همیشه یهوه تصویر مردانه ای رو در ذهن داره. تو ادبیات مسیحی خدا میشه پدر، تو ادبیات اسلامی هم که شما همه ضمائر خدا مذکره، هیچ وقت خدا رو با ضمیر مؤنث شما هیچ جا راجبش صحبت نمی کنید، بنابراین تصویر مردانه داره. یون میگه در ادبیات ادیان خاورمیانه یک ارزش داوری اتفاق افتاد که یک وجوهی از وجوه بشری رو سرکوب میکنن و یک وجوهی رو ایدیالایز میکنن، اسپلیتینگ. اینجا
اسطوره شناسی و روان شناسی با هم یه پیوندی پیدا میکنن. میگه همونطور که در روان یک فرد اسپلیتینگ یا گسستگی میتونه اتفاق بیفته که این آدم یه بخشی از خودش رو خوب مطلق میکنه، یه بخشی از خودش رو بد مطلق میکنه، یه بخشی از دیگران رو خوب مطلق میکنه، یه بخشی از دیگران رو بد مطلق میکنه و بعد میشه یه شخصیت بوردرلاین که آیدیالایز میکنه و دیوالویت میکنه. همونطور یه فرهنگ بیمار فرهنگی است که فرزندان خودش رو دچار اسپلیتینگ میکنه، چون یک وجوهی از اونها رو آیدیالایز میکنه، میکنه الهی، یک وجوهی از اونها رو دیوالویت میکنه و میکنه شیطانی، و در نتیجه به نظرش میاد که باید به عنوان وظیفه خودش این هست که باید یک قرائت جدیدی از ادیان به تعبیری ابراهیمی ارائه بده که اون قرائت به اون قرائت هلنیسم یونانی و قرائت هندی نزدیکتر بشه، خوب و بد مطلق دیگه نداشته باشه. بنابراین یونگ میره به سمت یک خانشی از مسیحیت که مال قرون اولیه مسیحیت بوده، در واقع توسط بازیلیدیس در الکساندریا در قرن دوم مسیحیت پایگذاری شده تحت عنوان فرقه گنوستیک، که در این فرقه گنوستیک این دوگانگی اهورا اهریمن، خدا شیطان، خیر شر برداشته شده، همون کاری که نیچه در کتاب چنین گفت زرتشتش میخواد بکنه. در کتاب چنین گفت زرتشت، زرتشت به زمین بر میگرده تا با مردم دگربار سخن بگه. چرا زرتشت؟ چون زرتشت پیامبری بود که اهورا اهریمن، دنیای نور، دنیای ظلمات، و اون موقع زرتشتی ها یک گرایشی، در واقع یک مکتبی از زرتشتی ها تو آلمان حضور داشت که در واقع شرق شناس های آلمانی، نه زرتشتی های ایران، رفته باشن اونجا تبلیغ کرده باشن. یه سری از شرق شناس های آلمانی گرایش به زرتشت پیدا کرده بودن. نیچه در اونجا با زرتشت آشنا شده بود و به این نتیجه رسیده بود که یکی از اولین پیامبرهاییه که یه خط مرز بین خیر و شر گذاشت، اهورا و اهریمن گذاشت. حالا نیچه در این داستان چنین گفت زرتشت، زرتشت رو بر میگردونه تا این خط مرز رو برداره و بگه اون خیر مطلق و اون شر مطلق که من راجبش صحبت کرده بودم اینقدر مطلق نیست. خب یونگ انگار میخواد همچین کاری رو، یعنی کاری که نیچه کرده بود رو ادامه بده. بنابراین میره به سمت اینکه یک قرائتی از مسیحیت داشته باشه، یک قرائتی از مسیحیت رو احیا بکنه که در قرن دوم میلادی توسط این فرقه گنوستیک که ادعا میکنن که پیروان سنت پیتر بودن، پیروان واقعی سنت پیتر بودن، وجود داشته و آنها راجع به الوهیت که صحبت میکردن از واژه آبراکساز صحبت میکردن، که این واژه آبراکساز در واقع در تعریف اونها یعنی الوهیت مهیب که هم شیطان است هم خداست. بنابراین فاجعه ها هم مال همونی هست که نعمت ها مال اونه، زیبایی ها مال همونی که زشتی ها مال همونه، هم مردانگی رو در درونش داره هم زنانگی رو داره، هم هیجان رو در درونش داره هم منطق رو داره. بنابراین اینجا یون تصمیم گرفت یک پروتستانیسم دینی ایجاد بکنه، یک اعتراض دینی ایجاد بکنه علیه قرائتی از مذهبش که قرائت در واقع مطلق انگارانه بود و باعث می‌شد یه چیزهایی از تجربیات بشری دیوالویت بشه، یه چیزهایی آیدیالایز بشه. و یون وقت میگه که ادیان چند خدایی از نظر روان بشر ادیان سالمتری هستن نسبت به آیین‌های تک خدایی. این سوال مهمی است دیگه. قرآن این سوال رو از مخاطبان خودش میکنه. توی سوره یوسف حضرت یوسف در میان زندان میگه یا اصحابی سجن، درست تلفظ میکنم، ای یاران زندان من، ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار، آیا خدایان متفرق بهترند یا خدای واحد قهار؟
خب این سوال رو بهش میگن استفهام انکاری، یعنی در واقع سوالش جواب تو خودش داره که خدای واحد قهار بهتر است. اما یونگ به عنوان یک روانشناس میگه آدم‌ها وقتی با ادیان چند خدایی سر و کار دارند روان سالم‌تری دارند، چون در ادیان چند خدایی مثل هلنیسم و همینطور اسطوره شناسی هندی ما خدای زنم داریم، خدای مردم داریم، اورانوس داریم، گایا داریم، هرا داریم، زئوس داریم. آیین‌های هندی هم اینطوریه دیگه، شما کریشنا دارید، رادوا دارید، در مقابل هر خدای مرد خدای زن دارید. خدایان حیوانی دارید، مثلا خدایی که سر فیل داره و بدن انسان داره گانیش، خدایی که سر میمون داره حالا اسمش یادم نمیاد، یعنی در واقع شهوت هم جزوی از الوهیت میاد. خدایی که آلت تناسلی خیلی بزرگی داره، پرپوس در یونان باستان، لینگام در هند، آدم ها برای مشکلات جنسیشون میرن نظر اون میکنن. ما برای همه مشکلات باید با یه خدا صحبت کنیم. البته شیعیان این مسئله رو حلش کردن، میدونید دیگه، خدایان متعددی ایجاد کردن، حالا یکی ابوالفضل، یکی حضرت معصوم است، یکی امام رضا، هر کدوم تخصصی به در یکی یک کاری می‌خورند. یا حسین رضا زاده مثلا بلند می‌کرد که نمی‌گفت یا حضرت معصومه. شما فکر می‌کنید میتونست اون وزن رو بلند کنه؟ نمیتونست. ولی خب به هر حال جدی؟ منم همینو میگم، ولی ایشون میشه دکتر ولایتی، من میشم نمیشم دکتر ولایتی. آره، چون من نمیدونم چرا خندم میگیره وقتی اینا رو میگم، ایشون خندش نمیگیره، تفاوتمون اینه. بله، به هر حال آره، گفته نباید در مورد هر چیزی به هر کسی نظر بکنی، باید تخصصشون رو شناخت. جالب بود، مرسی. خب به هر حال یونگ نظرش این بود که ما باید یک قرائت دینی جدید رو بهش بپردازیم، که اون قرائت دینی جدید این قرائتی باشه که اینقدر ارزش داوری اخلاقی مطلقی رو راجع به الهیات نداشته باشه. و در نتیجه یونگ از اینجا به عنوان یک آدمی که کارکرد اجتماعی میخواست انجام بده برای روان جمعی، وارد این ماجرا شد، که یکی از اون کاراش این بود که در سال 1952 کتابی نوشت به اسم پاسخ به ایوب، Answer to Job، که این پاسخ به ایوبش به فارسی هم ترجمه شده، هم بله دو تا ناشر مختلف زدن، ولی مترجم هر دوش فؤاد روحانی هست، هم انتشارات جامی زده، هم انتشارات این نمیدونم چه هست. آره، پاسخ به ایوب. داستان کتاب پاسخ به ایوبش اینه که یونگ شروع میکنه عهد عتیق رو نقد کردن. توی سفر انبیاء عهد عتیق یه فصلی وجود داره، سوره یعقوب، که همین داستانی هم که ما راجع به یعقوب هممون شنیدیم در واقع سورسش اون هست، بعد وارد قرآن هم شده. در واقع تمام داستانهای قرآن داستانهاییست که مفصلش توی عهد عتیق وجود داره، به جز داستان موسی و خضر که تو عهد عتیق وجود نداره، که گفتم که یونگ سمینار راجع به این داستان توی کنگره اورانوس ارائه کرده بود. بقیه داستان‌های انبیاء قرآن غیر از داستان‌های مسیح که دیگه مال بعد از موسی بود، همه انبیاء دیگه، انبیاء بنی اسرائیل توی تورات هم وجود داره. توی این داستان خب همون اتفاقی که می‌بینید بر سر یعقوب آمد، خدا و شیطان با هم دیگه کلکل کردن و شیطان گفت که من همه بندهات میتونم وسوسه کنم، خدا گفت نه تو یعقوب نمیتونی بکنی، بعد گفت نه این یعقوب اگه بچه هاشو بگیری کفر میگه، خدا بچه هاشو گرفت، و اول گفت ثروتشو بگیری کفر میشه، میگه سیل اومد گوسفنداش رفت، یعقوب باز خدا رو شکر کرد، گفت بچه هاشو بگیری کفر میگه، بعد عرض کنم خدمتتون که بچه هاشم کوه ریزش کرد، بچه هاش زیر سنگ رفتن مردن، اون بازم خدا رو شکر کرد، بعد آخر گفت سلامتیشو بگیری کفر میگه، جرب گرفت تمام بدنش کرم زد، باز شکر کرد، گفت چشم بیناییشو بگیری کفر میگه، نابینا شد کفر کرد،
بعد دیگه شیطون پوزش به خاک مالیده شد، گفت کف کردم بابا، خیلی کار داری. این سوره رو یونگ ها؟ آره داستان خودمونه. میگن یه گدایی، نه توی تورات ناراحت نشه، شما تورات خوندی؟ نه فکر نمی کنم. خوندین خودتون آیهشو میتونید بیارید؟ نه اینجوری نیست، بیارید. به هر حال توی تورات که کفر نمیگه، توی قرآن رو فکر نمی کنم کفر. چون به عنوان اسوتون حسنه قرآن معرفیش کرده، اگه کفر میکرد این خودتون خوندین یا کسی براتون گفته؟ آره. حالا نمیدونم، رجوع میکنیم به خدا، خوشبختانه سورسش در دست ما هست هنوز. آره آها، زنش بی حیایی که کرد کفر گفت. خب به هر حال این سوره تورات رو یونگ تفسیر میکنه و در این تفسیرش این کارو میکنه، میگه خب اگر من یک روانکاو باشم و شما فکر کنید که تورات سخن خدا درباره خودش هست، سخن خداست، شما یه آدمی برای شما حرف میزنه، شما تفسیرش میکنید به من روانکاو، فکر میکنم اگر خدا اومده بود پیش من به این هزار صفحه تورات حرفای خدا بود، من این شخصیت رو چجوری تفسیر میکردم؟ در این کتاب اینقدر کتاب کفرآلودی است، ولی خوبه که به فارسی ترجمه شده، تجدید چاپ هم میشه. در این کتاب یون به این نتیجه میرسه که اگر این حرفا رو خدا گفته بود، من بهش میگفتم تو یک شخصیت نارسیسیستیک پارانویدی، خودشیفته و پارانوید، یعنی هیچ وقت به عزیزترین فردت اعتماد نمی کنی مگر سخت‌ترین آزمون‌ها رو بکنی و حاضری عزیزترین فردت رو برای نشون دادن قدرت و عظمت کار خودت به بدترین دشواری‌ها بندازی، و در نتیجه اگر این حرف‌های خدا باشه، من میگم تو یک شخصیت نارسیسیستیک پارانویدی که به شدت نسبت به خودت ناخودآگاهی و اسم شادو خودت رو گذاشتی شیطان. اسم شدوی خودتو گوشی شیطان، میگه شیطان کسی نیست به جز شدوی این خداوند. و در واقع هدف یون این نیست که خدا رو روانکاوی کنه، چون اساسا خدا که یک شخص نیست که ما بخوایم روانکاویش کنیم، یک مفهوم انتزاعیست، مثل قضیه فیثاغورس میمونه دیگه، یک مفهوم انتزاعی. پس یون اصلا کسی نیست که من خدا رو روانکاوی کردم، در واقع داره میگه این قرائت دینی چه قرائت دینی بیماری است. قرائت دینی است که به شخص خدای متشخصی اعتقاد داره که این خدای متشخص بیماره، ناخودآگاهه از خودش و دچار اختلال شخصیت‌های شدید هست، هی چیز میکنه، هی فاجعه ایجاد میکنه برای اینکه قبولش بکنن. مثل رهبری میمونه، مثلا مردم حلبچه صدام رو قبول نکردن، بمباران شیمیاییش کرد دیگه. حالا مردم مثلا فلانجا خدا رو قبول نکردن، سیل اومد نوزادانشون هم سیل برد. خب این به خود شیفتگیش، آره، یعنی که اگر یه جایی هست حکومت من رو قبول نکنن، من بمباران شیمیاییش میکنم دیگه. شباهت این دوتا رو ببینید. در نتیجه یون نظرش این بود که من میخوام یک قرائت جدید دینی رو ایجاد بکنم. ببینید اینجا دیگه از حوزه کلینیسیان میاد بیرون دیگه، روان درمانگر یا کاری بالینی نیست، این یک کار فرهنگی است که داره میکنه، ساینتیست هم نیست، یک کسی است که داره یک بازنگری دینی ایجاد میکنه، یه شأن دیگری از شأن‌های یون. و محصول این کارش دو تا کتاب بود که میگه این دو تا کتاب رو به عنوان دستاب معنای زندگی، دیروز براتون گفتم که معنای زندگی خودش رو این میدونست که آن چیزی که نیاکانش ناتمام گذاشتند کامل کنه. نیاکانش هم که کشیش بودن و یک جنگ وجود داشت بین نقد کردن و ایمان مذهبی، و اون معنای زندگیش رو در این پیدا کرد
که بیاد به تعبیر خودش یک قرائت دینی جدیدی رو ایجاد بکنه که این قرائت قرائت سالمتری باشه. و در کتاب خاطرات رویاها اندیشه ها میگه این دوتا کتاب رو که نوشتم به این نتیجه رسیدم که رسالت خودم رو در زندگی انجام دادم و کاری که باید بکنم کردم. کتاب راز پیوند که در واقع این ادبیات کیمیاگری رو مرور میکنه و اون ازداد روانی که باید ترکیب بشن در تصویر الوهیت رو بهش میپردازه، و کتاب آیون که در واقع راجع به اسطوره مسیح توش صحبت میکنه. هر دو کتاب به فارسی ترجمه شده، خانم پروین فرامرزی و آقای فریدون فرامرزی ترجمهش کردن، هر دو هم بهنش منتشر کرده. من این دوتا کتاب رو پیشنهاد نمی کنم خوندنشو به دو دلیل. یکی این که هیچ ربطی به روانشناسی نداره و هیچ کاربردی هم برای جامعه ما نداره، و دوم این که برای فهمیدن این کتاب شما باید میتولوژی مسیحی رو بدونید. در غیر این صورت این همش توی کتاب داره ارجاع میده، ارجاعهایی میده که برای ما کاملا غیر قابل فهمه. مثلا توی کلیسا قرنهاست دارن راجع به این صحبت میکنن که آیا اقنوم ثلاثه را قبول کنن یا اقنوم اربعه را قبول کنن، و آیا مریم یک ذات الهی داشت یا انسانی بود که ذات الهی او را مس کرد. خب برای ما این خیلی فرقی نمیکنه. در نتیجه برای کسی که الهیات و اسطوره‌شناسی مسیحی رو ندونه قطعا غیر قابل فهمه و ممکنه فکر کنه ترجمه کتابش کار داره، ولی نه، واقعا ترجمهش درسته، برای ما غیر قابل فهمه چون پیش نیازشو. و دوم که هیچ کاربردی هم برای جامعه ما نداره دیگه. ولی به هر حال اگه دوست دارید کلکسیونتون کامل باشه این دوتا کتاب هم رو بگیرید. بله. البته این بحث داشتیم، این بحث چرخداری تک‌خدایی فرمودین چی دیدم بازترش کنیم با توجه به اینکه مثلا خود یونگ هم میگه که اون تفرقی که تعریف میکنه که میگه این تعادل بین این جمع ازداد باید برقرار بشه و داستانا، این یعنی که این سر دین هایی که همینجوری دین های سامی ها را اینجوری آمده ما میتونیم به این خدایان خداهای مختلف همه جمع میشه توی خدای به نام الله که الهه یه که در واقع همه الهه های دیگه شیفتش هم چون تعریف الله هم یه همچین چیزی دیگه بکنه. خب اگر این رو متشخصش نکنید، یعنی برای این خدا دیگه بگید همه چیز هست، یعنی مثلا اوج عقل اوج جهلم هست، نه دیگه در این در واقع تصویر دینی متدینین که اگر شما بگید اوج جهل اوج خشم، آها، یعنی ما یه تصویری بسازیم آخه صفاتی هم که بهش منصوب میشه، مثلا شما دعای جوشن کبیر رو بخونید، هزار صفت از صفات خداست، هیچ کدوم از این هزار صفت صفاتی نیست که شما به عنوان یه چیز منفی بهش نگاه بکنید. خب یون میخواد اون منفی مثبته رو برطرف بکنه، یعنی بگه این منفی اگر این رو در خدا منفی ببینید در خودتون هم منفی میبینید. میشه گفت مثلا گرایش های صوفیانه وحدت وجودی، که گرایش های صوفیانه وحدت وجودی میگن همه چیز خداست، حتی موسی هم با فرعون تفاوتی با هم نداشتن، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد، موسی هم همونقدر به نور نزدیک بوده که فرعون، ولی در یک نمایش قرار شده اینا دوتا نقش بازی کنن. گرایش های صوفیانه مثل کار یون میمونن، یعنی یه جوری اون خط مرز بین خیر و شر رو بر میدارن. پس شیعن یه نم نتونسته این مشکل رو حل کنه دیگه، چون آره بله، یعنی هیچ اشتباه نمی کنن دیگه، همه چون خوب مطلقن بله، اساسا معصومن، یعنی اصلا هیچ خطایی نمی کنن، حتی خطای ریاضی هم نداشتن. مثلا اگه بهشون میگفتی 236 ضرب در 1350 امکان نداشته خطا جواب بده. شما راجع به اسمت بخونین،
میگه در هیچ چیزی اینا خطا نمی‌کردن، یعنی هیچ سوال رو اشتباه جواب نمی‌دادن، نه ناشی از سهو، نه ناشی از شهوت، نه ناشی از غضب، در نتیجه نه این پرابلم رو نتونسته حل بکنه، در نتیجه اون اسپلیتینگ، اون گسست در روان ما وجود داره که بعضی از بخشای خودمون رو انکار می‌کنیم توی زندگی ما، اونا وجود دارن ولی انکار شده وجود دارن. سوالی که مطرح میشه، خب اون سیستم خیلی خوب بوده واقعا، مثلا تو میگی هم فروید توی کتاب موسی و یکتاپرستی بهش جواب میده، هم یووال نو هراری در کتاب انسان خردمند بهش جواب میده. کارکرد سیاسی داشته، یعنی پادشاهانی که میخواستن اقوام مختلف رو تحت سیطره خودشون بذارن، اینها سعی میکردن که یک خدایی برجسته تر از خدایان قبیله ها تصویر بکنن و از همه بخوان که با اون خدا بیعت بکنن تا اینجوری بتونن سیطره خودشون رو علاوه بر سیطره نظامی تبدیل کنن به یه سیطره فرهنگی. بنابراین کارکرد سیاسی اجتماعی داشته تا کارکرد روان شناختی. حالا جوابی که این دو نفر بهش میده، مکه بوده که هیچی نبوده، خب خالی های مغز بوده، کبیر های خیلی عظیم، ولی مثلا هند یه جایی خیلی سرزم. نه آخه قبل از محمد که همون کبیر هم فقط 365 تا خدا توی کعبه گذاشته بودن. در نتیجه اگر بخوایم به قلمرو و طبیعت برگردیم که خب چطور یک دفعه که قلمرو تغییر نکرد، چرا نیاز سیاسی بوده دیگه؟ در واقع نیاز سیاسیش این بوده که حکومت جدید قرار بوده تشکیل بشه و قبیله بنی هاشم قرار بوده از قبیله بنی امیه حکومت رو بگیره که تونسته بگیره، ولی خب بنی امیه دیگه توسط معاویه پس گرفتن ولی اون سر جاش باقی ماند. خب که مثلا یه نهایت نظامی بودن و نهایت مذهبی بودن و نهایت ملی ملی گرایی و شخصیت کاریزما داشتن، این در همون جریان یک خدایی شدن حاکم دیگه، یعنی به نوع یه جور تک صدایی دیگه، یه جامعه تک صدایی تشکیل میشه در یه جامعه مثل هند. آره اون خدایی که سر میمون داره اسمش از هانومان، اونی که هانومان رو میپرسته به اونی که گانیش رو داره میپرسته نمیگه چرا گانیش چرا هانومان نه، مثلا این براشون فرقی نمیکنه که شما کدوم یکی رو بپرسی از این هزار تا خدا، در حالی که در واقع در یک جامعه تک صدایی و خدما میگن نه این حق این باطله، نمیشه این درست باشه این درسته و در نتیجه با هم در واقع اختلاف نظر پیدا میکنه. خب حالا یونگ همون ماجرا رو در برباری انسان‌ها هم دید که انسان‌ها هم وقتی که خیلی مطلق انگار میشن، دوچار ابسولوتیسم میشن، یه پرابلم‌های پیدا میکنن. مثلا یک مرد تصور میکنه فقط مرده و یه تعریف‌هایی از مرد داره، مثلا پسر که گریه نمی‌کنه، پسر که نمی‌ترسه، پسر که لاک نمی‌زنه، پسر که رژ نمیزنه، پسر که عروسک بازی نمیکنه، پسر که موهاش رنگ نمیکنه، بعد یواش یواش میشه مثلا پسر که صورتی نمیپوشه، پسر که مثلا اینجوری نمیخنده، از اون ور یکی میگن دختر، دختر که تفنگ بازی نمیکنه، دختر که کشتی نمیگیره، دختر که ماشین بازی نمیکنه، دختر که اینجوری حرف نمیزنه، دختر که اینجوری نمیخنده. این آدم ها یعنی این فرهنگ ها که فکر میکنن که آدم ها مطلق مردن مطلق زنن، مطلق خوبن مطلق بدن، مطلق انگارانه، مطلق ترسوان، مطلق شجاع هستن، اینا باعث میشه آدم ها یه بخشایی از خودشون رو انکار کنن. بنابراین در یه فرهنگی که مرد بودن و زن بودن خیلی مطلق میشه و وقتی میخوان راجع به یه چیزی صحبت کنن، راجع به یه کسی صحبت کنن، اول به جنسیتش میپردازن دیگه. یه مرد اومده بود اینجوری بود، نمیگه مثلا یه موبوره اومده بود اینجوری بود،
نمیگه مثلا یه سیبیلوی اومد بود اینجوری بود، یه مردم یه زنه دیدم اینجوریه، یعنی انگار مرد بودن و زن بودن مهمترین شاخصه. حتی شما میبینید مثلا آگهی میدن یک منشی خانم استخدام میکنی، مثلا انگار که اون شغله حتما باید توسط خانم انجام بشه، یا اینکه میگن یکی از ویژگی‌های رئیس جمهور اینه که رجل مذهبی سیاسی باشه، نمیگن یه شخصیت مذهبی سیاسی، میگن رجل مذهبی سیاسی، یعنی باید آلت رجلیتش رو شورای نگهبان احراز کنه وجود این آلت رجلیت رو. خب فرهنگ هایی که به این اندازه دوچار سکسیسم میشن، جنسیت محوری میشن، بعد شما میبینید که یه آدم که خودش رو مرد میدونه خیلی ویژگی های خودش رو باید انکار کنه. مثلا اگر یک فیلم نگاه میکنه گریهش بگیره، خیلی راحت شما میبینی یه خانم اونجا میره دستمال کاغذی برمیداره اشکاشو پاک میکنه، یا آقا شما میبینی چشماش مثلا نم زده ولی صورتش ورم کرده ولی اشکش در نمیاد، یعنی انگار گریه کردن میشه زنانه، نعره کشیدن مثلا باز میشه مردانه. بعد یون میگه بنابراین اینجوری یک مرد کلی از ویژگی های خودش رو به خاطر اینکه زنانه محسوب میشه انکار میکنه، و این زن کلی از ویژگی‌های خودش رو برای اینکه مردانه محسوب میشه انکار میکنه. به این مرد درون یک زن، روح مردانه، روان مردانه درون یک زن اسمش میذاره آنیموس، که نرین روانی هم ترجمهش کردن. به یک زن درون یک مرد میگه آنیما، که مادین روانی ترجمهش کردن. خب دیروز راجع به این صحبت کردیم که تو ناخودآگاه جمعی هم میتونه این اتفاق بیفته، یعنی بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ هندی فرهنگ مادینه روانی هستن، بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ رومی فرهنگ نرینه روانی هستن. راجع به زمانه ها هم میشه تفسیرش کرد. مثلا یونگ و نو یونگی ها اعتقاد دارن ما الان در زمانه نرینه روانی هستیم، به این خاطر که جنگ خیلی زیاده، ترور خیلی زیاده، اسلحه خیلی حرف مهمی رو میزنه، جاه طلبی خیلی مهم هست، خیلی در زمانه شاعران عارفانه‌ای به سر نمیبریم. در نتیجه زمانه ها هم از نظر یونگ یه جور جنسیت دارن، این جنسیتشون با آلت رجولیت خودش نشون نمیده، با فرهنگش و المانهای فرهنگیش خودش نشون میده. مثلا شما در معماری میتونید ببینید در زمانهایی که ما فرهنگ نرین روانی داریم علاقه به اینه که ساختمانها بلند ساخته بشه، حالا حتی اگر جمعیت اونقدر نیست که تو این ساختمانهای بلند سکنا بگزیند، ساختمان اتاقش کوتاه اما مناره بغلش ساخته میشه، یه چیزی رو بلند میسازن. در حالی که در زمانهای مادین روانی مثلا معماری به سمت این میره که شما آبنبار داشته باشید، سردابه داشته باشید، رحم در درون هر خونه داشته باشید، واژن در درون هر خونه داشته باشید، آدم ها برن در اون جایی که معمولا تاریک و خیس و به آب نزدیکه و به خاک نزدیکه یه تایم هایی رو اونجا بگذارن. یعنی معماری میتونه معماری نرین روانی و مادین روانی باشه، تعلیم و تربیت میتونه تعلیم و تربیت نرین روانی و مادین روانی باشه. در نتیجه وقتی یونگ راجع به آنیما و آنیموس صحبت میکنه، واقعا نباید به ویژگی های جسمانی یا چیزهای خیلی عینی فکر کنیم، میتونه یه طرز تفکر باشه. خب بله، مرد و زن به خودشون میتونن چجوری تعریف میکنیم که بعد بگیم یه قضاوت اجتماعی است، یعنی به چه کسی برچسب اجتماعی مرد میخوره، به چه کسی برچسب اجتماعی زن میخوره. اونی که اجتماع بهش میگه تو مردی، اون اگر رفتاری داشته باشه اجتماع اون رو زنانه میدونه. ولی اگه میخواید بگید مثلا در معماری و اینها چه هست، معمولا برداشت بر مبنای همون اسطوره‌های یونان باستانه، یعنی گایا که با زمین نزدیکه، اورانوس که با آسمان نزدیکه. آها توی فرد، آره آره در عرف یک جامعه، آره عرف اون جامعه به یه نفر میگه تو مردی و بعد میگه آرایش کار زنان است. حالا در
مثلا قبایل آفریقایی مرد بودن با آرایش با هم مانع الجمع نیستن. پس در اونجا یک مرد آرایش کردن خودش رو زنانه نمیدونه، اما در فرهنگ ایرانی یک مرد نه رژ میزنه، نه سرخاب میکشه، رژگونه میزنه، نه لاک میزنه، حتی تا نه، این خیلی فرهنگیه. بله، فرهنگی تاریخیه. بله، ما شیوه های مختلفی داریم. نه، اگر همه ما متعادل بودیم که دیگه خیلی وضع خوب بود. در واقع اکثریت از نظر روانکاوی اکثریت بیمارن، مگر خلافش ثابت بشه دیگه. در روانکاوی میگن نورمالیتی از یوتوپیا، در روانکاوی سالم بودن یک مدینه فاضله است، یک یوتوپیا است، یک آرمان شهره. در نتیجه همه ما به شکل متعادل این رو نداریم. اینکه یه آدمی بتواند حساب کتاب مهندسی داشته باشه اینقدر دقیق، ولی اینقدر هم با احساساتش ارتباط داشته باشه که موقعی که فیلم نگاه میکنه اشکش در میاد، اشک خودش رو قایم نکنه، این آدم متعادله. اما شما میبینید اون آدم هایی که فیلم نگاه میکنه اشکشون در میاد، یا تا یه آهنگی میزنی قرب کمرشون میفته، اون آدم ها نمیتونن حساب کتاب یه ساختمون رو انجام بدن. از اون ور قضیه اون آدمی که حساب کتاب دقیق انجام میدن، اونا نمیتونن قشنگ برقصن. شما قشنگ ببینید یه مهمونی مثلا بذارید، ببینید کیا میرقصن، کیا خیلی میرقصن. بیشتر اونایی که خیلی میرقصن، خیلی راحت میرقصن، تا آهنگ عوض میشه یه دفعه از این غیر به اون غیر میرن، اونا نمیتونن خیلی پیچیده حساب کتاب کنن، محاسبات پیچیده رو انجام بدن، یا شغل‌های خیلی ساده‌ای دارن، یا اینکه تو محاسبات خطاهای بزرگی دارن. اون ور قضیه اون آدمایی رو که می‌بینید مثلا استاد زلزله شناسی فلان جاست، یا فلانی مثلا جراح فلانی یا فلانی، اونا می‌بینید به این راحتی غیر به کمرشون نمی‌افته، به این راحتی هم غیر عوض نمی‌کنن. خیلی انگشت شمارن اونایی که هم بتونن خوب غیر بدن، یا راحت بتونن گریه کنن، همه که بتونن محاسبات پیچیده رو انجام بدن. یعنی اون تعادله که شما داری بهش صحبت میکنید، تعادل نیست که در همه ما وجود داشته باشه. اگر منظورتون از تعادل واقعا تعادل بود، خب همین هم یه چیز نادریست، خیلی نادره. اینکه یک مرد بتونه یک زن رو خیلی خوب درک کنه، یک زن بتونه یک مرد رو خیلی خوب درک بکنه، این یه آرمان شهر ارتباطی است که کلی ویرجینیا ساتی رو، سوزان جانسون و هرویل هندریکس و اینا دارن سرشون رو به دیوار میزنن تا مراجعینشون بتونن این کار رو بکنن. خیلی خوشبینانه دارید نگاه میکنید که بگید همه ما این تعادل رو داریم. نه، در یک شرایط آرمانگرایانه قرار هست ما این تعادل رو به دست بیاریم، ولی اغلب ما این تعادل رو نداریم، یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم میفتیم. بله، حالا اگر این تعادل برقرار بشه، بعد جستن پیش این وقت ایجاد نمیشه، در نتیجه هیچ کسی پیدا نمیشه که بتونه محاسبات رو خیلی دقیق انجام بده. نه، وقتی که راجع به این تعادل صحبت میکنه، منظور این تعادلی نیست که شما نه این باشید نه این باشید، بلکه آب ولرم باشید. چون اگه آب ولرم باشید که نه به درد شربت بهار نارنج میخورید نه به درد چای میخورید. منظور اینه که شما بدونید تو چیزی که ذاتاً متضاد هستن در یه آدم کشف کنید. مثل خیام که وقتی شعر میگه در اوج پذیرش جبر تراژیک بشری است، ولی از یه طرف وقتی ریاضیدان و منجمه به چه دقتی داره زمانبندی سیارات و ارتباطشون با زمین رو محاسبه میکنه. یعنی قراره در حالی که اون رو کامل تجربه میکنه اینو تجربه کنی، نه اینکه بعد تبدیل بشی به آید آدمی که نه خوب میرقصه نه خوب خلبانی میکنه. نه، اصلا منظور تعادل این نیست. مثل خود یونگ، حالا خیام دور، خود یونگ که از طرف یه ساینتیسته، از یه طرف یه هنرمنده، از یه طرف یه شمنه، از یه طرف یه پزشکه، و همین باعث میشه که ماها خیلی وقتا قاطی بکنیم چیزایی که یونگ خودش میتونست از هم تفکیکشون کنه،
ما خیلی وقتا اونا رو با همدیگه قاطی میکنیم چون اون تعادل در وجودمون وجود نداره. در نتیجه شأن اسطوره شناسانه یونگ رو میخوایم توی مطب پیادش بکنیم یا شأن ساینتیست بودن یونگ رو میخوایم برداریم بریم به سراغ ادبیات دینی، در حالی که اینا شأنهای جداگانه است. ولی یونگ همه این چیزهای متضاد رو در درون خودش میتونسته جمع بکنه. بله. زمانی که اینو میرسه به مرحله که اصول شناسی میکنه، مثلا اینکه سودن شما حفظ میکنه. آره حفظ میکنه. ولی چه عاملی باعث میشه که به نظر میرسه که در حس یا به نوابق این تعادل به وجود اومده، این عدم تعادل رو که ما تعلیم میشونیم خیلی ها ندارن و یه در واقع آرمان شهر اگر این تعادل به وجود در اصل چی میده وجود میاد؟ تعادل نگه این عدم تعادل این تیپ وسیع که درشون تعادل مطلوب وجود نداره در اصل چی هست؟ شما برای این میگید تعادل نگیم که عدالت رو با انصاف هم معنا دارید میبینید؟ آره نه 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 نه، اصلا عدل یعنی هر چیز جای خود، در حالی که انصاف یعنی نصف نصف، مساوات یعنی تساوی. یعنی اگر شما یک کیلو پسته و یک کیلو گوشت آوردید خونه، انصاف و مساوات به این معناست که نیم کیلو گوشت و نیم کیلو پسته رو بذارید تو قفس توتیتون، نیم کیلو گوشت و نیم کیلو پسته رو بزنید جلو گربتون. این میشه انصاف یا مساوات. اما تعادل یعنی تمام یک کیلو گوشت و خیلی شکم سیری ها، تمام اون یک کیلو آشغال گوشت و بذارید جلو گربتون، تمام اون یک کیلو پسته رو بزنید جلوی توتیتون. بنابراین وقتی میگیم تعادل بر مبنای عدله، یعنی سر جای خودش تو خوب برقصی، سر جای خودش تو عدد و رقم ها رو با دقت کافی ارزیابی بکنی، به این معنا کلمه تعادل رو به کار میبری. اون آب ولرمه میشه انصاف، میشه مساوات، در واقع نظر واژه‌ای بخوایم بهش بپردازیم. بله، اینکه چطور میشه یه آدم اینجوری میشه، مثل همه پدیده های انسانی ترکیبی از ژن و محیط. بله در اقلیت هن. آره برای همین گفتم خیلی خوشبینانه دارید نگاه میکنید. یعنی وقتی ما راجع به این تعادل راجع به آدم ها صحبت میکنیم، هم اصلا قرار نیست اون تعادل این بشه که این آدم بشه به اوج مثلا هنر و اوج علم. قرار است اگر این آدم جراح هست، یه کمی ارتباطش با شعر بیشتر بشه. اگر این آدم شاعره، یه مقدار ارتباطش با شیمی بهتر بشه. نه اینکه قرار این تعادله بشه یونگ و عمر خیام، نه. وقتی ما واقع گرایانه داریم نگاه میکنیم، یعنی درسته این آدم در یک جامعه مرد سالا رشد کرده که برای مردها نسبت به زنها فضیلت قائله، چون الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضکم علی بعض، یعنی مردها تکیگاه زنها هستند چرا که خداوند برتری داده از آنها را به دیگران. خب یه آدمی در این فضا رشد کرده که امام معصوم در این فضا گفته فإن النساء نواقص العقول و نواقص الهزوز و نواقص الإيمان. خب حالا این مرد، حالا اگر میاد تراپی توسط یک نظام زوج درمانی هرویل هندریک، سوزان جانسون، ویرجینیا ساتیر و غیره، این به این معناست که دیگه یه درجاتی بتواند فکر کنه که نظر خانومم راجع به مسائل دکوراسیون از نظر من بهتره. این خیلی تغییر کرده برای این آدم. ولی شما انتظار نداشته باشید این آدم مثل یه آدمی که تو فرانسه رشد کرده، تو اسپانیا وزیر جنگشون با شکم 9 ماه حامله میاد از ارتش سان میبینه، یا توی ایتالیا بیش از 50% وزرای یک کابینه مثلا میشن زن. شما انتظار نداشتید این آدم در یه فرهنگ عربی بعد مثلا مثل اون آدمی که توی ایتالیا و اسپانیا و فرانسه بزرگ میشه، نقطه تعادله هم در واقع باز تحت تاثیر ناخودآگاه جمعی است. یعنی مثل همه چیز که ناخودآگاه شخصی ما تحت تاثیر ناخودآگاه جمعی، شما حتی تراپی ایرانی رو باید با تراپی یه آدم اهل مکزیک متفاوت ببینید. به اینکه در اونجا شما میبینید که مثلا
در یک جلسه مثلا جشن استقلال اعضای کابینه هم میان بین مردم میرقصن. یعنی رقصیدن تو آمریکای جنوبی اصلا به معنی یه چیز چیپ نیست، در حالی که در مثلا فرهنگ اینجا من رقصیدن کار مثلا یه مثلا فکر کن یه رهبر برقصه، حالا چه اون رهبر رضا شاه باشه، چه معمر رضا شاه باشه، چه مظفرالدین شاه باشه، چه سید علی شاه باشه، فرق نمیکنه. یه قر شما به کمر یک رهبر ببینید، اصلا دیگه ممکنه یه نفر به اون رهبر بخواد در واقع اعتنا بکنه. در نتیجه وقتی راجع به تعادل هم صحبت میکنیم، باز تعادل این شخص در یک ناخودآگاه جمعی، اگر ما اون در واقع روان جمعی رو در نظر نگیریم، ممکنه این تعادل در اتاق درمان نتیجهش این باشه که این آدم توی محیط کارش که میره طرد بشه. یعنی فکر کنید که به آدم ها بگیم چرا نباید یه مرد لاک بزنه؟ حالا به عنوان یه تکلیف درمانی برای اینکه آنیماش رو زنده کنه، شما به یه مرد بگید یه روز با رژ بزن برو سر کار. حالا هر شغلی هم میخواد داشته باشه، نجار باشه یا وزیر کشور باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما مطمئن باشه یه تروما بهش وارد کردی، در نتیجه خیلی در واقع جبر فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی توی اتاق درمان هم باید این رو مد نظر قرار بدیم. ما وقتی راجع به تعادل صحبت میکنیم، راجع به اون نقطه صفر آماری قرار نیست صحبت بکنیم، راجع به نزدیک شدن به اون ور دیگر طیفشه. بله. نه، ژن و یادگیری. اینو به عنوان تنها و مهمترین قانون روانشناسی اگه یه چیز رو بخوان یاد بگینه که در روانشناسی هر چیزی ترکیب ژن و یادگیری است. نه اینکه بگید این همش یادگیریه، نه اینکه بگید همش ژنتیکه. همون میزان تطبیق پذیری ما ژنتیکیه. یعنی بعضی از آدم ها انعطاف خیلی زیادی دارن، سیستم عصبیشون انعطاف خیلی بیشتری داره، بعضی از آدم ها سیستم عصبیشون انعطاف خیلی کمتری داره. این میزان انعطاف رو ژن تعیین میکنه. بله. خب وقتی میگه حرکت های زنانه، انگار دارید که همه این گروه ها رو با هم یک یونه میدونید، در که ما چند جور فمینیست داریم. حداقل یکی از نظری پردازا راجع به سه جور فمینیسم صحبت میکنه: فمینیسم رادیکال، فمینیسم لیبرال و فمینیسم سوسیالیستیک. شیوه های مختلفی در فمینیسم وجود داره. یه فمینیسم فمینیسمی هست که میخواد بگه زنها هم میتوانند جایگاه مردانه داشته باشن، فمینیسم هالیوودی. تو فمینیسم هالیوودی زنها هم به اندازه مردها توی جنگ دوش به دوش مردان، اگه مرد بازوکا بر میداره زن آرپیجی بر میداره، اگه مرد میگ سوار میشه زن افیجه سوار میشه، اینجوری میشه. این فمینیسم هالیوودیه که در واقع به خاطر اینکه آمریکا یه جامعه به شدت آنیموسیه، بنابراین وقتی میخواد برابری بده به زنها میگه به تو شرایط میدم خودتو آنیموسی کن، بهت فرصت میدم تو هم آنیموسی باش. در حالی که یه فمینیسم دیگه فمینیسمیست که میگه که جایگاه مردانه و جایگاه زن، یا فرهنگ مردانه و فرهنگ زنانه رو شما نیاین در واقع فرو بکاهید به ویژگی های بیولوژیک. فکر کن یه مردی مثل حسین پناهی خیلی زنتره نسبت به یک زنی مثل آنگلا مرکل،
در نتیجه آنگلا مرکل رو بشناسید، بگید فارغ از اینکه تو رحم داری یا بیزه داری، تو میتونی رهبر اتحادیه اروپا باشی. حسین پناهی رو بشناسید، بگید فارغ از اینکه تو ایکس ایکس داری یا ایکس ایگرگ داری، تو بشین اینجا منو آروم میکنی، با تو حرف میزنم مثل که با مادرم حرف زدم. سیبیل داری یا ولی با تو حرف میزنم حرف زدم. این یه فمینیسمه که میگه فرهنگ مردانه و فرهنگ زنانه رو در کالبد مردانه و کالبد زنانه خلاصش نکنید. این مثلا یکی از گرایش‌های این فمینیسمی که شما راجبش صحبت کردی در واقع فمینیسم هالیوودیه. خب یه فمینیسم هم وجود داره میگه که چون مردها چند صد سال حکومت رو در دست داشتن و به زنها ظلم کردن، حالا به فرض اینکه این قرائت تاریخی درست باشه، حالا زنها حق دارن از مردها انتقام بگیرن. مثلا چطور چند صد سال شما حق داشتید چهار تا زن داشته باشید و بی نهایت سیغه ما حق نداشتیم، حالا ما دلمون میخواد یک حرمسرای کلوپاترایی داشته باشیم؟ بابا اگه ناصر دیجا 300 تا زن داشته به من چه مربوطه؟ اگه خسرو فرپرویز حرمسراش 365 تا توش بودن به من چه مربوطه؟ من که الان به تو خیانت نمی کنم، من که به قراردادی که با تو بستم متعهدم. تو یعنی چه هر روز داری با یکی لاس میزنی؟ شما مردا در طول تا اینم یه جور فمینیسمه، فمینیسم ریاکشنال، واکنشی. آها مردا اینجوری کرده بودن در طول تاریخ مثلا، اما بابای من که اینجوری نکرد و داداش من که اینجوری نمیکنه، تو که به عنوان دوست پسر من یا همسر من اینجوری نمیکنی. ولی خشم شبه تاریخی رو دارم من با خودم میکشم. بنابراین وقتی راجع به فمینیسم صحبت میکنیم، خب باید اول فمینیسم رو تعریف بکنیم، بعد بگیم راجع به کدوم فمینیسم صحبت. خب اینم کار بعدی یونگ بود. از 1934 تا 1939 5 سال یونگ راجع به نیچه سمینار داد. وقت چایمون شد. این داستان که به زودی تموم نمیشه، این داستان 30 ساعت ادامه داره. قربان شما. مرسی.